سلام دوستان عزیز، به تلویزیون مردم خوش آمدید. برنامه سربی با مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، به شما تقدیم می شود. امیدواریم که مورد پسند واقع شود و شما هم تلویزیون مردم رو تلویزیون خودتون بدونید و حمایت کنید، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ معنوی شرکت کنید در برنامه ها، در ساختنشون و در دیدنشون، تماشا کردن و به دیگران هم معرفی کردن. وقتی که روی یوتیوب یا روی فیسبوک این ویدیو ها میاد، با دوستانتون شیر کنید، با اونها به اشتراک بگذارید. امروز دوشنبه 24 ماه مارس 2014 میلادی و برابر با چهارمین روز از فروردین ماه 1393. متاسفانه یا خوشبختانه بعد از 17 روز این هواپیمایی که بیچاره مردم منتظر عزیزانشون بودن که اقلن خبری بشنوند و اینها، پرایم مینستر رو چی بگیم؟ نخست وزیر بگیم؟ معاون رئیس جمهور بگیم؟ چی بگیم؟ در صورت پرایم مینستر مالزی آمد و صحبت کرد و گفت که چون قطعاتی از این هواپیما پیدا شده در اقیانوس هند، ما بدون هیچ شک و تردید باور بر این داریم که این هواپیما به اصطلاح غرق شده و تمام سرنشینانش از بین رفتن. همون موقع هم آمریکا و کشورهای دیگه وسایلی رو فرستادن اونجا که حالا برن دنبال اون جعبه سیاه اطلاعات بگردن. در هر صورت مشکل دیگه، بعد از 17 روز که این بنده خدا چشم به راه بودن این خبر رو حالا بشنون، تازه باز هم هنوز نمیدونن عزیزانشون کجا هست، اگر حتی کشته شدن، فوت کردن، اینها جنازه هاشون کجا هست. اجازه بدید که من اینجا کنترل کنم ببینم که این برنامه داره ضبط میشه. بله، شما هم لطف کنید از هر جای دنیا که برنامه ها رو میبینید با تماس با ما، با فیسبوک و با اینترنت، با ایمیل یا با پیامگیرمون بگید که از کجا میبینید، صدا و سیمای ما چگونه است. ممنونم از دوست عزیزی که ماه قبل از سوئد تماس گرفت، وقتی که ما مقداری از دوستان دلخور شده بودیم که چرا میان قول میدن و عمل نمی کنن و اینها، و این گفت که من درآمد آنچنانی ندارم ولی حاضرم ماهیانه 15 دلار که تقریبا 100 کرون میشه به تلویزیون مردم کمک کنم. گفتیم باش. وقتی که میخواستن اطلاعاتشون رو بدن، چون ما یه امکاناتی داریم اینجا که شما وقتی وسائل اون اطلاعات کردیت کارتتون رو بدید، میتونیم از اینجا چارجتون کنیم و هیچ مشکلی نداره. شما میگید که مثلا روز دهم یا 15 هر ماه 20 دلار، 10 دلار، هرچی من رو چارج کن و ما همین کار رو انجام میدیم. بلافاصله برای شما ایمیل میاد که اینقدر پول از حساب شما برداشته شده و اینجا همیشه مثل بانک دو طرف باید به هم اعتماد داشته باشن. اگه من اشتباه کرده باشم به شما پول بدم، شما باید برگردونید. اگه شما اشتباه کرده باشی یا ما پول برداشته باشیم شما نخواین، تا بگید بهتون بر میگردونیم. دزخونه و دزبازار نبوده و نیست و امیدوارم که نخواهد بود. خب دوستان عزیز، دارم راجع به این دوستمون از سوئد میگم. امروز وقتی آمدم دیدم نوشته که این مشخصات و مال کردیت کارت و آدرس و شماره تلفن و ایمیل من هست و این ماه 200 کرون بردار، چون ماه قبل نتونستیم اینها رو ردیف کنیم، از ماه آینده هم ماهی 100 کرون. جا داره که از ایشون تشکر کنم و از شما هم بخوام که هر تلویزیون رو نگاه میکنید به اونها به اصطلاح حمایت کنید تا اونها بتونن، اونها رو حمایت کنید تا اونها بتونن مستقل بمونن. خب میدونید که ما در برنامه ها صفحات اول روزنامه های ایران رو معمولا نشون میدیم که شما اگر خبری رو در اون میبینید و براتون جالب هست، خودتون برید مراجعه کنید و تمام خبر رو بخونید. باورتون میشه که از چهارشنبه 28 اسفند ماه تا امروز که 4 فروردین ماه هست، روزنامه های ایران همه تعطیلن. نمیدونم حالا میرن تا 13 تعطیل باشن یا اینکه
تا 3-4 روز یا یه هفته. در هر صورت بعد از چهارشنبه اونها هیچ روزنامه چاپ نکردن و نشون میده که ایرانی ها براشون اصلا مهم نیست خبری باشه خبری نباشه، فوری همه میرن خوش میگذرونن و عید دیدنی و الاخ. داریوش عزیز میگه everything look good at GL Bikes و GLV's internet. خب مردم تیوی رو نگاه کن بهمون بگو مردمتیوی.com. ممنونم. دیروز اینجا، یعنی از پریروز براتون بگم، 70 درجه، دیروز شروع شد به 50-40، امروز 20 درجه. یعنی شما بدنتون چجوری در عرض 2 روز بتونه تغییر 50 درجه هوا رو تحمل کنه من نمیدونم. آیا قبلا هم اینجوری بوده و ما جوانتر بودیم حالیمون نبود، یا اینکه واقعا نظم و ترتیب هوای دنیا هم ریخته به هم؟ امروز برای یکی از دوستان که معمولا لطف میکنه مقاله مینویسه و اینها، نوشتم که شما مثل نویسندگان ایران رفتید مرخصی، کی برمیگردید؟ یه هفته، 2 هفته، و هنوز جوابی نگرفتم. خب آقای عنایت مطلبی که معرف حضورتون هستن، ایشون برنامه‌ای رو در رابطه با دین بهایی و بهاییت دارن و در اون مورد صحبت میکنن. اگر شما پرسشی داشته باشین پاسخ میدن، و اگر نظری هم داشته باشید در مورد نظرات شما با دیگران صحبت میکنن. برنامه هاشون معمولا 3 شنبه بود. از ایشون خواهش کردم اگه امکان داره 4 شنبه به وقت واشنگتن و نیویورک، 4 بعد از ظهر، و ایشون هم لطف کردن و گفتن که هیچ مشکلی نیست. پس 4 شنبه 4 بعد از ظهر، 4-4 اینجا می‌نویسن 4x4، ماشینای 4x4، 4-4، 4 شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با آقای مطلبی خواهیم بود. آقای ناصرالدین هم از ایران مقالاتی رو می‌نویسه و فیلم‌هایی رو درست می‌کنه. از دوستان بهایی هم شکایت می‌کنه که اینها به من میگن مؤدب باش اینها، ولی خودشون من رو به 1001 نوع نام مختلف نام میبرن. من گفتم که ما راهی طولانی در پیش داریم، هممون باید صبر و طاقت داشته باشیم، صحبت‌های هم رو بشنویم، اجازه بدیم که دیگران صحبت کنن، خودمونم صحبت کنیم، اجازه بدیم که مردم قضاوت کنن، تا آخرش همه خوشحال از اینجا بیایم بیرون. من لازم میدونم، چون در طی هفته معمولا ما هر وقت که برنامه جدید دوستان از کانون آوا رو داریم، یه نفر دو نفر چند نفر از این ور اون ور دنیا بهشون فشار میاد، زور میاد، هنوز فلسفه تلویزیون مردم رو نمیدونن، و باور دارم که به خاطر اینها باید هم مرتب هر هفته حداقل 1 بار تکرار کنیم که تلویزیون مردم به هیچ سازمان و حزب و گروه و چه نظامی چه سیاسی بستگی نداره، تنها و تنها به مردم و یک تلویزیون اجتماعی است. به همین خاطر باور داره شمایی که مجاهد هستی، همونجوری که قبلا هم برنامه بودید اینجا داشتی، میتونید برنامه داشته باشید. اونهایی هم که تا دیروز مجاهد بودن، خواهر شما بودن، برادر شما بودن، میتونن برنامه داشته باشن. کمونیست و بی خدا میتونن برنامه داشته باشن، با خدای با خدا هم میتونه برنامه داشته باشه. از جمهوری اسلامی طرفدارش آقای حسن اجلالی میتونه برنامه داشته باشه، تا دشمن 100% جمهوری اسلام. ما این رو به چه زبانی بگیم که توی مغز شما فرو بره نمیدونم، و در حیرتم که شما خودتون از یه طرف میگید آقا تلویزیون مردم که بیننده نداره. خب اگه بیننده نداره، این همه وحشت، این همه دست و پا زدن، این همه نگرانی برای چیه؟ آقا بنده خدا با شما بوده، جدا شده، آمده، حالا میاد اینجا درد دل میکنه. اینجا هم که بیننده نداریم، شما چرا ناراحتی؟ یا اگر بیننده داره و شما به وحشت افتادید، اینا هفته 1-2 ساعت برنامه داره، باقیش خالیه، شما بیان استفاده کنید. من نمیدونم مغز شما، البته بعض وقتا خب میگن وقتی که یه نفر میره اینجوری مجاهد میشه، رهبر قائد، هدف معلوم نیست، خودشو در به در میکنه و اینها، خب معلومه من از مغز این چیزی انتظار ندارم. بعد یادم میاد که این دوستانی رو که شما جدا شدن اینجوری بهشون بد میکنید، یادم میفته که اینجا دوستان ما بعضی هاشون از خانماشون جدا میشن، خانم از آقای جدا میشه، بعد ماها با اینا دوست هستیم،
یه دفعه اینا انتظار دارن که ما از فردا دشمن خونین و اینها بشیم و نمیشه. بشر اینجوری ساخته نشده. شما مشکل داری و نمیتونی با مشکلت به اصطلاح دیل کنی، مشکلت رو تحمل کنی، در موردش فکر کنی و حلش کنی، میخوای دیگران رو هم بندازی تو اون چاهی که خودت درست کردی. نه عزیز من، ما کارمون معلومه، گفتیم هر کسی میخواد اینم نرخ. حالا شما باور دارید که دوستان کانون آوا آمدن بنده و تلویزیون مردم رو خریدن به میلیون ها دلار؟ اقلا برای خودت ثابت کنی به خوده اونها میلیون ها دلار دارن میدن، شما هم اون ساعت 50 دلار بده برنامه بسن. از این منطقی تر من نمیتونم دیگه صحبت کنم و بعضی وقتا ببخشید اینو میگم، باید جواب خاموشی بدیم دیگه، جواب چند تا نقطه خاموشی. صدا و تصویر شما از جی ال ویز و مردم تی وی بسیار عالیست. مارکوس از نروژ. خب دوستان ممنونم که با ما هستید و اینها، ولی بیشتر ممنون میشم که اگر شماها حمایت کنید. امروز یه دوستی برای من از اسپانیا نوشته بود که میدونم بیمایه فطیره و من به مجرد اینکه برسم به آمریکا اون آبونمان خودم رو که خودم با خودم، ما که اسلحه رو سر هیچ کس نذاشتیم، اون آبونمان رو پرداخت میکنم. امیدوارم که شما سفر خوبی داشته باشید و ممنونم که این فهم و شعور رو دارید که اگر بخوایم یه تلویزیونی مستقل باشه، من و شما باید نگهش بداریم و الا اونی که پول داره میخواد بیاد بخردش. دیدید دیگه، دوستانمون همشهری ما اولی که آمد گفت آقا اصلا ما کاری نداریم، ما پول میدیم برنامه میگیریم، شما هر چی میخوای تو برنامه خودت بگو. بعد دیدیم آقا اینشون میخواد اصلا سوار ما بشه، برنامه ما رو عوض کنه، هر زدن ما رو عوض کنه، یعنی به روایتی اینها بزنن ما براشون برقصیم. ما هم رقاص خوبی نبودیم و نیستیم، امیدوارم نباشیم هم. یادم میاد سالها پیش یه نفر به من گفت که شما این جمله رو بگو، من همین الان 8000 دلار میریزم به حسابت. گفتم نه عزیزم، من هیچ وقت اون چیزی رو که شما میگی نمیگم، برای که فردا هم میای میگی شلوارتو در بیار، کتتو در بیار، کراواتتو در بیار، ابروتو اینجوری کن، لپتو قرمز کن، تو من اینقدر بهت بدم. شما همین امروز که من بهت بگم نه، حسابت معلوم میشه و میری دنبال کار و زندگیت، اگر زندگی داشته باشی. و اما این دوستمون آقای دکتر عباس مقالات و ویدیوهای فیلم و اینای خوبه میفرسه. امروز مقاله رو فرستادن از Information Clearing House که نوشته و عراقی دیگر در کشور لیبی و شاهکار دیگری اثر آدمهای ناتو. این آدمهای ناتو یا ناتو اون سازمانی که چیز هستن، فکر کنم ناتو یعنی آدمهای مریض. یکی از اون آدمهای مریض جورج بوش بود، یکی دیگرش اون آقای دیک چینی بود و ما کم نداریم افرادی که واقعا هم مریض دنیا اومدن، هم مریض بزرگ شدن در خانواده‌ای که بودن و اینها دنبال جنگ و خونریزی می‌گردن و هیچ چیز دیگه‌ای توی دنیا به نظر اینها راه حل نیست. این مقاله میگه که 3 years after Gaddafi رو نمیگن گدافی، Libya is imploding into chaos and violence. میگه که 3 سال پس از برکناری و نابودی قذافی و حکومت قذافی، لیبی تبدیل شده به یه جایی کیاس، یه جایی که خیلی شیر تو شیر و خر تو خر و اینها میشه. وایلنس هم که خب همون یعنی خشونت و اینها. در صورت میگه its government has no real power، دولت قانونی اونجا هیچ قدرت حقیقی نداره. militias are ever more entrenched and now the state itself is under threat. میگه که اون گروه های میلیشا و اسلحه به دست و اینها، اونها به اصطلاح یه جورایی دارن حکومت میکنن و کلن همون کلمه کیاس، شیر تو شیری و اینها بهترین کلمه بود که میشد براش استفاده کنید. اینم برای اونایی که فکر میکنن اگر ایران جنگ بشه درست میشه. در حال حاضر برنامه شما ساعت 19 به وقت اسکاندیناوی شروع می شود. ممنونم. خب خیلی از جاها ساعتها را عقب جلو می کنن
و دوستانی مثل شما لطف کنن به ما بگن که مثلا یه جایی 17 شروع میشه، یه جایی 19 میشه. ایشون میگه که در اسکاندیناوی، اسکاندیناویا، ساعت 7 شب برنامه ما شروع میشه. نشون میده که الان در حال حاضر اختلاف زمانیمون 5 ساعت هست. ما اینجا 2 شروع میکنیم، اونجا 7 شب هست. مرسی، ممنونم. و اینم من امیدم اینه که یه روزی واقعا دیگه این ساعتها رو عوض نکنن، خسته شدیم حقیقتش. خب من چندین مقاله و عکس و اینها رو گذاشتم، اجازه بدید امروز که فرصت خوبی پیش آمده و ما مهمون نداریم، این نوشته ها و گفته ها و اینها رو برای شما هم بگیم و با شما در میون بذاریم. اسم مهمون آمد، اجازه بدید براتون یه جوکی بگیم، حالا نگیم کجایی بوده، دیگه خود شما میتونید حدس بزنید. میگه یه یاروی بوده، دوستاش میان خونش، میره به خانمش میگه که زود 4 چایی درست کن. میگه ما که شکر و قند نداریم. میگه اشکال نداره، شما بدون شکر درست کن. چای رو میارن و میذارن جلو دوست مهموناش. میگه که خانمم تو یکی از چایی ها شکر نریخته، تا ببینم شانس کدوم یک از شماست. هر کدوم اونی رو که شکر نریخته داخلش بنوشید، فردا نهار دعوتیم منزل شما. اون 4 نفر دوست این آقا هم چایی ها رو خوردن، هیچ کدومشون هم صداشون در نیامد که بگن شکر توش نیست. این هم نشون میده که بعضی وقتا زبل بودن چگونه کارها رو حل میکنه و مشکل رو آسون میکنه. اون دوستی که گفتم که از اسپانیا نوشته که میدونم بیمای فطیره، یه شعری رو اینجا اضافه کرده. میگه که در تاجیکستان با دادن رشوه کارش را افتاد، نوشت در حنجرش چون نگری قررش توپ است، پولاد کروپ است، چون مایه زدی نرمتر از تازه پنیر است، بیمایه فطیر است. میدانم به محض رسیدن مایه میفرستم. و به یکی از دوستان هم ایمیل فرستاده و تلفنی صحبت کرده، میگه ایشون هم با دوست مشترکمون صحبت کردن و امیدواریم ایشون به زودی در برنامه‌های تلویزیون مردم صحبت کنن. ممنونم از شما. پس ببینید بعضی از این دوستان لطف میکنن و اون زحمت ما رو کم میکنن که باید فکر مهمون باشیم، فکر این باشیم، فکر اون باشیم. گاهی وقت میگن آقا این فلانی هم برنامه داره، برنامه‌اش خوبه، یا تو تلویزیون‌های مختلف صحبت میکنه، آدم خوبیه، کتابی نوشته. و در هر صورت اینها مثل اینجا بهش میگن تهیه کننده. میدونید که برنامه‌ها رو وقتی نگاه میکنید یه نفر هست میگه executive producer، یعنی اون تهیه کننده اصلی. بعد هر برنامه چندین تهیه کننده مختلف داره. مثلا شما میبینی یه نفر گزارش هواپیما رو میده، اون یه تهیه کننده داره. یه نفر گزارش هوا رو میده، اون یه تهیه کننده مخصوص داره. در اصل این دوستان تهیه کنندگان کمکی ما هستن که من ازشون ممنونم. حکایت از چه کنم، سینه سینه درد اینجاست، هزار شعله سوزان و آه سرد اینجاست. نگاه کن که زهر بیشه در قفس شیریست، بلوچ و کرد و لور و ترک و گیل مرد اینجاست. میان این همه نامردمی و نامردی، نشسته در غم مردم هنوز مرد اینجاست. بیا که مسئله بودن و نبودن نیست، حدیث عهد و وفا می رود نبرد اینجاست. بهار آن سوی دیوار ماند و یاد خوشش هنوز با غم این برگ های زرد اینجاست. به روزگار شبی بی سحر نخواهد ماند، چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجاست. جدایی از زن و فرزند سایه، حتما این شاعرش اسمش سایه بوده. جدایی از زن و فرزند سایه جان سهل است، تو را زخیش جدا می کنند درد اینجاست. ممنونم از دوستان. یکی از دوستانمون یک چیزی رو نوشته که من بعداً نشون میدم، در رابطه با این هست که آقای فرهاد پارسی در برنامه‌ای گفتن که
این قانون اساسی آمریکا از گفته ها و نوشته ها و کتیبه کوروش اینها بوده. این دوستمون آمده گفته آقا اینا چرا اینجوری صحبت میکنن، چرا علکی حرف میزنن و ما ایرانی ها تا کی میخوایم اینجوری علکی حرف بزنیم؟ بذارید ببینم کوروش اینجا پیداش کنم به شما هم نشون بدم. ما سعی میکنیم هر چیزی که میگیم مدرک داشته باشیم براش که حرفی از خودمون نزنیم، چون بارها گفتیم که دانشمون از شماها کمتره و سعی میکنیم با شما اگر چیزی رو میبینیم و هست در میون بذاریم. این دوستمون که اسمش هست بهزاد شجاعی دو بار نوشته که منشور کوروش در سال 1879 میلادی کشف شده است. قانون آمریکا در 1770 نگاشته شده است. در ضمن توماس جفرسون متولد 1743 میلادی است و در 1826 وفات نموده است. حال این توماس جفرسون به عنوان سومین رئیس جمهور آمریکا چگونه مفاد منشور کوروش را در قانون اساسی آمریکا میتواند آورده باشد؟ لازم به ذکر است که ترجمه چنین متنی با الفبای میخی و زبان این که چیه اکدی یا اکادی یا نمیدونم هم به هر حال سالها طول کشیده است. آقای سوربی در برنامه تان یک شخص نجات پرست ادعا می کرد که قانون اساسی آمریکا بر مبنای قانون کوروش نوشته شده. قانون اساسی آمریکا بر مبنای قانون کوروش نوشته نشده. قانون اساسی آمریکا و اروپا بر مبنای کتاب مقدس یعنی همان انجیل نوشته شده. البته دوستان وقتی که این رو براشون فرستادم گفتن که نه اینجور هم نیست و قانون آمریکا بر اساس انجیل نوشته نشده. دوستان من بارها گفتم اینو ما میگیم، شما صحبتهای آقای پارسی رو شنیدید، صحبتهای آقای بابک هروی رو شنیدید، صحبت های این دوستمون رو من براتون خوندم، حالا شما میرید تحقیق میکنید. من مثلا رفتم ببینم آقا اینقدر هی میگن اسلام این مسلمونا حمله کردن، آخه جای سوال و ببخشیدا برای خود ما ایرانی ها خجالت آوره که بگیم یه ما چهار تا عرب پاپتی آمدن با ما که ارتشمون اینجوری بوده. بابا 2500 سال پیش میگیم ما ارتش و نیروی دریایی داشتیم به مدیریت و به ریاست و به فرماندهی زنان رفتن حمله کردن به یونان، اونا هم اومدن حمله کردن فلان. بعد 1400 سال پیش 4 تا عرب پاپتی با شمشیر اومدن زدن ما رو فلان فلان یکی کردن. خب این خودمون باید به غیرتمون بر بخوره. بعد دیدیم بابا اصلا اینجوری نبوده. قبل از حمله اسلام به ایران و حمله مسلمان ها به ایران، این شاه ها و پادشاه هایی که بودن هی حمله کردن این ور اون ور، هی رفتن هی از اون ور مردم دنیا رو از خودشون متنفر کردن، از اون ورم ملت خودشون رو با تکس و مالیات های گزاف که به وسیله کلیسا که نه، به وسیله همین آتشکده ها و زرتشتی ها و موبدان اجرا می شده. بعد اسلام میاد وقتی که درس برادری و برابری رو میده، حالا بله کلک زده کلک زده، مثل خمینی که کلک زد گفت بهتون خونه مجانی میدم، آب و برق مجانی میدم، نشون میده ما از همون 1400 سال پیش خام طمع و مفتخور بودیم. نه کاری به 35 سال پیش نداره. اون موقع هم ایرانی ها گفتن آقا ما چرا به اینا مالیات بدیم نمیدونم پرویز خسروه بره این ورور لشکرکشی کنه، این همه طلا و جواهرات داشته باشن و فلان و اینها، رفتن به طرف اسلام. اون مسلمان هم که آمدن دیدن آقا اینا چه پپاهایی هستن، به این سادگی گول میخورن، هم مال اموالشون رو بردن، هم تجاوز کردن، هم کشتنشون. بله ولی اینجوری نبوده یه سپاه عظیمی بردارن بیان. خب اگه یه سپاه عظیمی آوردن، اون سپاه عظیم این شاههای مفتخار ما کجا بودن؟ ارتش ما کجا بوده؟ ارتش نداشتیم؟ اگه ارتش نداشتیم پس چرا اینقدر هی شفتش میدین؟ حالا میدونم اون دوستمون میگه آقا ایام عیده، یه کمی کوتاه بیا، چشم کوتاه میاد بزنیم و بخونیم حاجی فیروزم سال یه روزم. آخه اینجوری که مشکلمون حل نمیشه. میگه تا نفهمی که مشکل چیه شما نمیتونی درستش کنی.
شما ماشینت شروع میکنه تاق تاق کردن، فوری نگران میشی، میگی من الان دیگه با این نمیتونم سر کار برم، با این نمیتونم مسافرت برم، میخوام یه جایی بپیچم، میگم الان خاموش میشه اون ماشین میاد میزنه بهم، میبریش پهلو کی؟ پهلوی مکانیک. مکانیک نگاه میکنه بهت میگه آقا این روغن دیر ریختی توش یا تاقانش خراب شده، باید موتورشو تعمیر کنیم. اشکال رو پیدا کرده به شما میگه، میگی بیا اشکال رو درست کنی. حالا نه، بشین بشکن بزن، هی اون موتور تاق تاق کنه، هی شما صدای نوار و موزیک ببر بالاتر. اگه اینجوری درست میشه بفرمایید بیان بزنیم و برقصیم و بریم. ولی من میگم، من تجربه که دارم اینجوری درست نمیشه. هر چی چرشته برق، چرشته چیز، آقا شما میزنی یه کلید رو میزنی فیوز خونه میپره. خب یه جای اشکال داره. اگه هی این کارو بکنی، حالا بگی حالا که اون کلید رو نمیخوام فعلا ولش کن، یه روز مهمونی داری، پسر دخترت میره تو اون اتاق کلیدو میزنه، همه اتاق همه خاموش میشه. پس باید اول عیب رو بفهمیم که عیبی هست، بعد عیب رو عیبیابی کنیم. اینجا بهش میگن ترابل شوتینگ. اسم ترابل شوتینگ آمد. دیروز با یکی از دوستانم بودم، این بنده خدا ویروس زده به کامپیوترش. عجب، واقعا آدمای نامردی ان اینایی که مثل کاندویت و اینها میان یه ایمیلی چیزی میفرستن، من و شما هم نگاه میکنیم، میگیم مثلا این پروگرامه، میگیم بله میخوایم، یه دفعه میزنی میبینی که اصلا سیستم کامپیوتر تو میریزه به هم و دیگه نمیذاره ایمیل تو باز کنی، نمیذاری به بانکت سر بزنی، اصلا اونا میشن همه کاره کامپیوتر. یعنی هیچی دیگه، کامپیوتر شما میشه اونها. حالا چه کار باید بکنی؟ میگه اگه میخوای با 60 دلار به درست کنی، و اگه این دفعه 60 دلار دادی درست کردن، میفهمن شما خوب پول میدی، دو ماه دیگه میان سراغت، مینویسن قشنگ که دو ماه دیگه باز اینو بزنیم، اون دفعه 90 دلار میگیری. بریم سراغ اونایی که کامپیوتر بلدن، ببینیم چجوری این ویروس ها رو ریموو کنن، وردارن، یا چجوری کامپیوتر اونو برگردونن. من خواستم کمک کنم کامپیوتر اینا رو برگردونم، ریستور کنم به اون روزی که این ویروس رو به اصطلاح خودش چیز کرده، ولی چیز نداشت، پوینت آف ریستور نداشت که من ببینم قبل از 12 مارچ. و خودشم قشنگ میدونست، میگه این 2-3 هفته است اینجوری شده. و گفتم خب بریم نگاه کنیم، دیدیم آخرینش 18 همه. خیلی حواستون جمع باشه دوستان با ایمیلایی که میاد، اتچمنتایی که میاد. اتچمنت یعنی همون پیوست، چیزی که پیوست میاد، و برنامه‌ای که نشته آقا فری هر چی میخوای ضبط کن. شما میگی بله میزنم، بعد میبینی همون برنامه پدر صاحب بچه رو در میاره. خب باز ما یک نگاهی بندازیم به این صفحه مردم تیوی برای دوستانی که ممکنه از جی ال باکس و باکس های دیگه، تیوی باکس، روکو، ما ماشاءالله روی که یکی و دوتا و ستا و اینها نیستیم، خودمونم اصلا خبر نداریم کجاها هستیم، ولی لطف دوستان شامل ما هست و ما رو روی باکس های مختلفی گذاشتن. حالا نمیدونم اپل تیوی هم هستیم یا نه، ولی ببینید اگر رفتید مردم تیوی.com، اینجا باید در وسط صفحه تا میرید مردم تیوی.com اتوماتیکوار ویدیوی ما شروع کنه. اگر نکرد، صفحه خاکستری دیدید، صفحه سیاه دیدید، به یه نفر که از خودتون بیشتر وارده بگید که اون پلیر رو براتون بذاره. اگه خودتون واردید که خب خودتون همون یه نفری هستید که از خودتون وارد دارید. در ضمن اونایی که میخوان لطف کنن دونیت یا همیاری، اینجا دوتا کلید گذاشتیم و در تلویزیون مردم این صفحه اولش، اینجا تیوی و رادیو که میزنید شما رو میبره به یه صفحه دیگه که حالا بهتون نشون میدم. اونجا بیش از 70 تا رادیو تلویزیون مختلف رو میتونید ببینید. چرا اینجا وایستادم؟ چون این عکس LCD و خانم دیجه مریم و شیرزاد اینجا هست و اینها شنبه گذشته اینجا کنسرت داشتن، جای شما خالی، ما هم رفتیم، خیلی منظم و مرتب بود. متاسفانه به دلیل اینکه یه عده‌ای رفته بودن تو شهر گفته بودن این کنسرت کنسل شده، پوسترای اینا رو برداشته بودن، اینها اونجوری که باید شاید ایرانی‌ها نیامده بودن. ولی جالبه، انقدر قشنگ روی هر میز شیرینی گذاشته بودن، شامپاین گذاشته بودن. بعد ما دیدیم که یه دفعه شیرزاد گفت که آقای شهرام و همایون هم امشب اینجاست. ما فکرین شوخی میکنن، آقای کوجی هم اینجاست، سربی هم اینجاست. خب دوستانم لطف کردن، دست میزدن و اینها. بعد من برگشتم نگاه کردم،
آقای شهرام همایون از اونجا دست بلند کرد که من اینجا هستم بیا. رفتیم سلام علیک و اینها، سال نو رو تبریک گفتیم و گفتن که برای یک کاری آمدن اینجا که احتمالا چند مدت دیگه شما نتیجهش رو میبینید، اون ریپورتی رو یا اون برنامه رو که ایشون و آقای کوجی زادوری اینها آمدن تهیه میکنن. این از خب در صورت شما روی این تیوی رادیو ها که زدید میان اینجا 70 تا رادیو تلویزیون به ذوقتون، به وقتتون، مودتون، مود اون حال و حالتیه که آدم هر لحظه و هر ساعت و هر ثانیه درشه، موزیک گوش میکنید، اخبار گوش میکنید، برنامه های خوب گوش میکنید، برنامه های بد گوش میکنید، هر جوری که خودتون هستید. قدر این آزادی رو بدونید. چون دیروز بود یک ویدیویی رو دیدم که یه آقای جوانی توی ایران تلویزیونش رو آورد گفت چقدر آخوند و انداخت توی خیابون. البته این ویدیو رو من به اون دوستم گفتم که ایشون تلویزیون جدید خریده، این تلویزیون قدیمی رو که مثل قابلمه سمنوه اگه بخواد آشکالی ببره باید یه پولی بهشون بده چون سنگینه و از لحاظ شیمیایی و فلان اینها هم اونا باید جای مخصوصی این رو توی زباله‌دونی مخصوصی بندازن. ایشون هم زرنگی کرده آورده انداخته کف خیابون. و الا اگر کسی تو ایران زندگی میکنه هنوز از ماهواره خبر نداره، هنوز نمیدونه این همه فیلم های خوب و اینها رو میارن در خونتون بهتون میدن، میتونی نگاه کنی، همون بهتر که بشینه و کانال های آخوندها رو نگاه کنی. دوستان لطف کنید اگر صفحه فیسبوک من رو، شخصیام و اونایی که دارید میرید و این کار این نوشته رو میبینید، حتما بیاین به فیسبوک مردم تیوی و اونجام که اومدید لطف کنید این چیز رو بزنید، به اصطلاح لایک رو بزنید. دلیل لایک رو هم یه ویدیویی هست نشون میده که چرا باید لایک بزنیم، میگه وقتی لایک بزنید کامنت بنویسید اون بیشتر میمونه اونجا و دیگر دوستان هم میتونن نگاه کنن. من خودم حقیقتا این رو باور ندارم چون من دارم میبینم من هر چیز جدیدی میذارم اون یکی میره پایینتر، اون میاد بالاتر، مگر اینکه من خودم اونو نگه دارم. ولی اگر شما لایک رو بزنید به نظر من اینجوری هست که بعدن ما از این ور که میتونیم به اصطلاح یه خبری رو بزنیم برای شما فوری میاد. دوستانی هم که زنگ میزنید در حین برنامه لطف کنید پیام بذارید، پیام های شما رو یا در قسمت دوم پخش میکنیم و جواب میدیم اگر جوابی بلد باشیم، یا اینکه در برنامه های آینده. این عکس ها رو قبلا دیدید ولی گاهی وقتا لازمه که من نشون بهتون بدم. دوستان اگر پیپل اکانت دارید و مایل هستید که حمایت کنید تلویزیون مردم رو، شما به عنوان فرستادن مانی، سند مانی استفاده کنید به آدرس من usa.sorby@gmail.com. اینجوری میگه برای چی میخوای؟ میخوای چیزی بخری؟ شما میگی نه بابا این سوربی که چه؟ میگه مکدونالدم ولی چیزی نداره که، من این دوستمه، این فامیلمه، این فرندمه، میخوام بدم بهش پول. اینجوری پولی از شما، پولی از ما کم نمیکنن. اگه شما 100 دلار بفرسی هزینه ای از ما نمیگیرن و همون 100 دلار به دست ما میرسه. اینم از این. و اما برای که قدرت فیسبوک رو بفهمید، من دیروز وقتی که برنامه آقای دکتر محیط رو گذاشتم روی یوتیوب، روی فیسبوک هم برای شما دوستان گذاشتم، در مدت 17 دقیقه 75 نفر رفته بودن این ویدیو رو دیده بودن. 2 ساعت بعد 2 hours later 204 نفر رفته بودن دیده بودن. استفاده کنید دوستان از قدرت این به اصطلاح سوشال میدیا استفاده کنید. و اما دیروز اتفاقا جایی که بودم این دوستمون راجع به بهشت زهرا صحبت میکرد و چقدر اونجا سریع و دیگه اینها مثل ماشین با مرده ها رفتار میکنن و تق و تق میشورن و تق و تق هم آخونده میاد میخونه و پول میگیره و از این مرده به اون مرده و اون مرده به اون مرده. امروز این عکس که اومده بود خب یکم خنده داره، یکم هم واقعا جای تأسفه که حالا درسته که اونجا کامپیوترایز شده همه چیز، ولی نوشته که مثلا مرحوم محمد حسن جلائیان یا جلالیان حسین پور، بعد زیرش خاتمه، بعد زیرش نوشته که مرحوم استخوان جمجمه، مثل که یه اشکالی بوده و اینها. این پایین میبینید نوشته مرحوم استخوان جمجمه، حالا نمیدونم لابد فقط یه استخوان جمجمه رو آوردن خاک کردن و
ولی میبینید قشنگ ردیف و چی و اینها داره، مثل آدرس خونه هامون که حالا که زنده هستیم برای اون مردنمون هم به اصطلاح آدرس و چیز دارن. ضمناً شروع کردن نوشتن شکایات، یعنی شکایت، انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و تشکر از عملکرد شهرداری تلفن با شهرداری تهران با تلفن 1888. امیدواریم که به شکایات مردم، انتقادات مردم، پیشنهادات مردم گوش بدن، ترتیب اثر بدن، جواب بدن. همینجوری که یادمونم باشه دوستان، اگه میریم یه جایی چیز خوبی میبینیم، کار خوبی میبینیم ازشون، تقدیر و تشکر یادمون نره. و باز هم سال نو بر شما مبارک. و اما کیا میخوان برن بهشت، کیا میخوان برن جهنم؟ میگه درسته که بهشت خوبه، ولی جهنم همه آشنا هستن. من بارها گفتم اگر این رهبران مذهبی و اینها، پاپ و نمیدونم خاخاما و خمینی و اینا میخوان برن بهشت، من ترجیح میدم با دوستان برم جهنم. امیدوارم توی جهنم هم هایده و مهستی و اینها هم باشه. و اما این کتاب رو دوستان 24 صفحهش رو من دارم به همت این شرکت توانا که ترجمه کرده، اگه خواستید براتون بفرستم یا خودتون بزنید. شما ابزار نیستید، یا you are not a gadget، شما یک وسیله و ابزار نیستید. یه نفر برای من تفاوت tools و گجت رو اگه میتونه بفرسه. آیا مثل همه ما میگیم اسباب و ابزار و وسیله و اینا همش یه معنی میده، ولی اینجا میگن تولز، بعضی وقتا میگن گجت. در هر صورت شما ابزار نیستید. این کتاب رو به نظر من بخونید. من مصاحبه این آقا رو با چارلی روز دیدم و باور کنید این نیم ساعت 45 دقیقه که این صحبت میکرد من به وحشت افتاده بودم که چگونه یه عده جوان، یه عده افرادی که از زمان جلو بودن، آمدن اینترنت و اینها رو درست کردن با نیات خوب، ولی الان شده یک وسیله شیطانی که خودشون هم ازش وحشت دارن. این رو برید ببینید، مصاحبهش هم حتما هست. این رو بارها نشون دادم، بازم نشون میدم چون جالبه. میگه که زندگی مثل دوچرخ سواریه، اگه میخوای نخوری زمین باید همینجوری حرکت کنی و بری جلو. البته ما قدیما که دوچرخه داشتیم بعضی وقتا وای میسادیم با پامون چرخ جلو رو فشار میدادیم. من یادم مسابقه میذاشتیم، مثلا از خیابون کجا بود خدایا، در آسونه تا هنرستان که میرفتیم، حتی اگه پشت چراغ خطر یا یه جایی وای میسادیم قرارمون این بود که با پا نگه داریم. حتی مسابقه میذاشتیم، میگفتیم اگه یه کسی پالوده بخره من این پالوده رو میخورم، در حالی که دوچرخه رو نگه داشتم در جا. که البته اون کار مشکلی هم هست، خیلی وقتا پالوده رو میخوردیم، خیلی وقتا به دهنمون زهر میشد، میافتاد زمین، باید پولشم میدادیم. این هم قبلا نشون دادم، امسال اولین سالی هست که در وزارت امور خارجه آمریکا سفره هفت سین انداختن دوستان ایرانی. معمولا خیلی شورش میکنن، رفتن عکسای اوباما و همسرش و بچه‌هاش رو هم فتوشاپ کردن و گذاشتن پشت هفت سین. اون غلطه، درست نیست و این کار رو نکنی، کار زشتی هست. اینم بارها نشون دادم، حالا که ایام عیده و بخور بخور هست یادتون باشه صبحانه رو خوب و کافی بخورید، نهار رو کمتر، شام رو کمتر. اگر نکنید این کار رو هیکلتون اینجوری میشه. و باز این رو هم بهتون نشون بدم، خانمایی که هی با آقایون نق میزنن که چاق هستی و هیکلت اینجوریه، آقایون وقتی هم چاق هستن خودشون رو اینجوری میبینن، ولی شما خانم ها لاغر هم که هستید خودتون رو اینجوری میبینید. این هم ماجرا. این عکس رو آقای نصرت الله امینی که من گفتم افتخار داشتم دو بار اینجا دیده بودمشون، توی مراسم بزرگدارشون هم بودم اونها، این رو یکی از دوستامون که داشته خونش رو به اصطلاح خونه تکونی میکرده پیدا کرده، من اینو نگه داشتم که برای آقای محمد امینی، برای محمود امینی و مهدی امینی و خواهرشون بفرستم، اینها شاد نداشته باشن تو آرشیوشون. خب و اما شما امیر حسین موحدی رو میشناسید؟ من یکی دو بار با ایشون و با برادرش مصاحبه کردم. خیلی اینها نویسنده و اینها بودن، تو ایران به دردسر افتادن، بعد آمدن آمریکا. آمریکا که آمدن دیدن نه آقا، این آمریکا اونجوری هم که
در باغ سبز نشون میدادن نبوده و نیست. امین موحدی یه دفعه گفت آقای سربی من باید روزی 1000 تا بشقاب بشورم تا بتونم خرج زندگیم و پول قرص قلبم و اینها رو در بیارم. که یه دوستی از اروپا تماس گرفت گفت من قرص قلب ایشون رو براش میفرستم، امیدوارم هنوزم این کار رو انجام بده. آقای امیر حسین موحدی ببینید امروز چی نوشته. نوشته که سلام، به هر حال من دارم دوباره به آغوش خطر برمیگردم. بلیت تهران رو گرفتم، اینجا از آنچه دیدم حالم به هم خورد. من همرزم فرزاد کمانگرم، اینجا جای من نیست. با کوله باری از ناگفته های این 4 سال به ایران میروم و با مردم سخن بسیار دارم. همه ما را امثال نوریزاده فروختند. مستند حرف میزنم، به زودی در تهران. منم برایشون نوشتم کی پس پسته، یعنی به ما هم خبر بده که چه کار میکنی. یکی از دوستان یه مقاله ای رو برای من فرستاد در پارسینه و نوشته بود آخرین عکس اشرف رو با آقای زاهدی نشون میداد. من براش نوشتم دوست از این، اون عکس رو من چند سال پیش دیده بودم. آخرین عکس اشرف پهلوی، خواهر محمد رضا پهلوی شاه ایران، این بوده که میبینید به چه حال فجیعی دستاش و اینها اصلا آرترایز رو گرفته و روی صندلی چرخدارم هست. امیدوارم که همتون سن زیاد داشته باشید و لذت ببرید، ولی اینجوری نشید. من خودم دعام اینه که زمینگیر نشم، رو تخت بیمارستان نیفتم و مثل پدرم که خیلی قشنگ رفت هندونشم خرید و آمد و رفت حمام و دوشم گرفت آمد بیرون، بعد مادرم دید مرده، نه دردی نه زجری، اونجوری از دنیا بریم. این هم عکس اشرف. و اما این عکس جینیز هوکا لاونج هست، بارها در این مورد باهاتون صحبت کردم. اگر توی منطقه نیوپورت هستید و توی اون منطقه رود آیلند، حتما 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 سری به اینجا بزنید. همون که میگه هوکا یعنی برای قلیون و اینها هست، ولی خوراکای ایرانی و اینها هم دارن. این هم مردمریپورت.com میتونید برید اونجا بزنید، لینک اولی رو که بزنید خبرها رو دنبال کنید. و مردم تیوی دات کام هم که بلدید. این فضول تیوی رو هم بستیم چون دوستان ایرانی تحمل چیز ندارن، شوخی و اینها ندارن، همه خیلی جدی هستن، ولی تو مهمونی ها چه جوکایی که میگن چه شوخی هایی که میکنن. دوستان عزیزی که در ایران دنبال پناهندگی کشورهای دیگه میگردی، این همین کشور نمیدونم استرالیاست کجاست که پناهنده آمدن، ببینید برای اینها چجوری از ارتش بدتر کمپ درست کرده. ببینید بارون که میاد این آقا چجوری باید اینجا تو آبا را بره. اینجوریه، اینها در انتظارتون هست. فکر نکنید تا از هواپیما پیاده میشید مثل این خواننده که یک کادیلاک روباز میاد با 8 تا دختر لخت و نیمه لخت شما رو سوار میکنن میبرنتون وست بود. اگرم ببرنتون وست بود، شما در قسمت پشت رستوران با وایسی روزی 1000 تا بشقاب بشوری. در هر صورت تو یکی از همین کمپ ها یه جوان ایرانی هم کشته شده که در خبرها براتون میخونه. و اما ما اون روز گفتیم در دانمارک ذبح حیوانات از طریق حلال را ممنوع کردن به طریق حلال. اگر کسی در این مورد چیز به خصوصی داره ارسال کنه و بفرسته. صفحه آرشیو هم ما این لوگو یا این عکس دیدار یاران رو گذاشتیم. روی این که بزنید تمام ویدیوهای این دوستان و خود ویدیوهای دیگه من، آقای محیط، اونها هم اونجا هستن. و اما بله، بذارید یه مقداری هم روی فیسبوک ببینیم که چه باید کرد و چگونه است. بازم ممنونم از دوستانی که یکی یکی میان و به ما میپیوندن روی فیسبوک و میبینید. اون موقع گفتم همین وش 5000 تا هست دیگه، دوستان نمیتونن بیان، تا ما عوض کردیم و صفحه رو یاد گرفتیم به روش جدید. الان 61 6161 که اون هم عوض شده، امروز شده 6200 خورده. ممنونم از شما. اینم آمار و ارقامایی هست که من اصلا نمیفهمم برای چیه، ولی یه چیزیش جالبه. نوشته most popular city تهران ایران
بعد نوشته 25 تا 35 ساله ها میبینن آمار اینجوری داده و من این رو هم نمیدونم که به اصطلاح به چه صورت کار میکنه. دوستان اگر رفتید مردم تیوی و اینجا شما این رو به این صورت دیدی که نوشته لایک و فالو، لود کنید لایک رو بزنید، این فالو هم به دنبالش میاد. بذارید ببینم، آها مال جدیده، یه چند تای دیگه من گذاشتم براتون، اونها رو هم بهتون نشون میدم. در هر صورت اقلا به این صورت با ما باشید، یاری کنید. اگر نمیتونید از لحاظ مالی کمک کنید، که من مطمئنم همه ایرانی ها وضعشون خوبه دیگه، اینقدر نیست که اگر مای 10 دلار به یه جایی بدن مثلا کشتیشون غرق بشه. خب اپریل 19 یا 19 آپریل آقای سیاوش قمیشی در هاروارد یونیورسیتی با شماها خواهند بود. امیدوارم که بیاین لذت ببرید. برای تهیه بلیط 571-335-1970 تماس بگیرید. و اما این رو همون روز نشون دادیم که در ایران چگونه است رئیس جمهور ببینید اینجوری وایساده، ولی اینجا چگونه مثل آدم‌های متمدن راه میرن و مردم هم کنار خیابون وایسادن. کی درست میشیم شما به من بگین. این هم عکس آقای جولیانی و خانم مریم رجوی که در غیاب آقای مسعود رجوی دارن گل میگن و گل میشنون. ای کاش ما هم میفهمیدیم چی گفتن که اینقدر خنددار بوده. و این هم عکس جیان ایران که من بارها گفتم من هم جیان داشتم، هم پیکان داشتم، هم هیلمن داشتم تو ایران، هم داداشم شاهین داشته. این جیان یه ماشین عجیب و غریبی بود، خیلی ها خوششون نمیمد چون صدا میداد و زوزه میکشید و اگه بلد نبودی چگونه رانندگی کنی قدرتی نداشت، ولی اونایی که بلد بودن این یه ماشین بسیار خوب، ارزون و اقتصادی بود از لحاظ بنزین. و اما هنوز هم از آقای شایان کاویانی خبری نیست. امیدوارم اگر کسی خبری داره ما را هم در جریان بذاره. این رو بارها نشون دادم، خطای چشم رو نشون میده. اون وقتا میگفت واه واه بلا به دور خدا به نزدیک، آدم به کی میتونه اعتماد کنه؟ به چشمش هم نمیتونه اعتماد کنه. بله این درست همینه، تمام این خطایی که شما میبینید صافه، ولی ببینید چگونه داریم کج و موج میبینیم. این هم همون که براتون خوندم، گفته منشور کوروش خیلی دیرتر از قانون اساسی آمریکا ترجمه شده و این دوستان صحبتایی که میکنن بی خوده. در رابطه با glviz.com وقتی مردم تیوی رو اینجا میزنید نگاه میکنید، دوستان من نمیدونم افرادی که glviz اپ رو گذاشتن روی اسمارت فونشون یا روی اندروید، آیا اونجا هم اینا رو درست میبینن یا نه. من دیروز حتی از سعید عزیز در کالیفرنیا کمک گرفتم که ببینم این ماجرای پادکست و اینا چیه. دیدم حقیقتش too much for me، یعنی دیگه برای من خیلی زیاده و نمیخوام بار بیشتری رو روی دوش خودم بذارم. این رو قبلا هم براتون خوندم ولی یه بار دیگه هم بخونیم. دو قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل سرخ، چشم در چشم بهاری دیگر، تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان، یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان. امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید و هر روز بهتر پیش برید. این اون عکسی که بهتون گفتم، این عکس رو با فتوشاپ درست کردن و به نظر من این کار غلطیه که این دوستمون انجام داده، نباید این کارو بکنن. کاری که فتوشاپ پاسارگاد رو نشون میداد زیر آب میره اشتباه بود، این عکس اشتباهه. نکنید دوستان، از این وسایل استفاده خوب ببرید. و اما گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، این نظامی سیاسی که میگن، من یاد مجاهدین میفتم که اون بنده خداها اون وقتا نظامی بودن، حالا دیگه اسلحه‌هاشون رو گرفتن، فقط یه سیاسی مونده. سیاستشون هم که میبینید که رهبر قائد، خودشون اینور اونور در به در، افراد هم اونجا موندن واقعا مثل یه زندان در یه جایی که همشون هم 55 سال 60 سال دیگه عمرشون. خیلی جالبه این گروه نظامی سیاسی عقاب به مردم توی ایران میگی شما برید جلو توپ و تانک و گلوله و بزنید داغون کنید اینها، که ما اینجا نشستیم لب ساحل و خیلی هم خوش میگذره. ولی جالبه در قرن 21 اینها میگن که با پوزش به دلایل امنیتی از دریافت ایمیل معذوری. یعنی اینها حتی از دریافت ایمیل میترسن،
عذرخواهی میکنن، ولی مردم رو میگن تو برو که من دنبال کارتم. اما از دست این آدم ها که از بیکاری آمدن خودشون رو گذاشتن سر کار. بازم صد رحمت به ما که از بیکاری اینجوری میان شما رو سر کار میذاریم، خودمون سر کار میذاریم، دیگه بهتون نمیگیم این کار انجام بده اون کار انجام بده، میگیم هر که هر چیزی دلش میخواد. بی خبر از حال هم خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نرفتی خانه اش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود. دوستان ایام عیده، اگر با دوستتون با فامیلتون نگرانی دارید دلخوری دارید، بهترین موقع است حتی اگه خودتون روتون نمیشه به یکی از دوستان بگید که اونها بیان میانجی بشن، مسبب بشن، چی میگن سبب این آشتی بشن و آشتی کنید. این رو قبلا هم نشونتون دادم که میگه خدایا به خاطر سیب ما رو از بهشت بیرون کردی، به خاطر خوردن آب انگور به جهنم میندازی. به نظر میرسه که شما با میوه ها مشکل دارید. و این هم شرح حال سازمان مجاهدین هست و این افرادی رو که در کمپ لیبرتی نگه داشته. هر کدام از اینها که برن یا فوت کنن یا براشون اشکالی پیش بیاد یا گروه جمهوری اسلامی و اون ملکی و اینها برن اینها رو بکشن، وزنه اینها تشکیلات مجاهدین کمتر میشه و خانم مریم رجوی که صحبت کردن و این رئیس جمهور بودن خیلی به اصطلاح خوشش اومده و از حقیقت دورش کرده، یه دفعه میبینید که از این قله به پایین سقوط خواهد کرد. امیدواریم دوستان به اینها بگن آقا خانم همینجوری که حرف میزنی اینجا رو هم نگاه کن، اینا دارن میرن، اینا خسته شدن 25 سال 30 سال. شما هر سال گفتید امسال سال آخره، هر سال مثل آقای رافی خاچاتوریان گفتید که شهریور میریم، مثل عقاب گفتید مهر میریم، مثل آقای رضا پهلوی اومدید گفتید سال تحصیلی شروع شد. اینم یه پیام خدمت شما از اسم آقای رضا پهلوی آمد و آمد. هنوز آیا شماره تلفنشو برداشته یا گذاشته من خبر ندارم، ولی قبلا شماره تلفنش اینجا بود. حالا اگه شما هم میخواین دفترشون تماس بگیرید 301-765-7007. ایشون دبل او سیون همون 207 خودمون هست. دوستان از این سبد یارانه ها و سبد کالا چه خبر که آبروریزی بود هم برای دولت هم برای ما ملت، که نشون دادیم که دولت میتونه با یه سبد ما رو اسیر و عبیر و نوکر و مفلوک خودش بکنه. و اما کسی میتونه این رو بخونه چی نوشته؟ من که نتونستم. من از این خطایی که اینجوری مینویسن نقطه ن رو میذارن زیر قی، قی رو میذارن زیر اون، بدم میاد، چون اگه فوش هم نوشته باشن من و شما نمیفهمیم. و این روزا متاسفانه باز از احساسات مردم دارن سوء استفاده میکنن و چپ و راست میبینید، رو شال گردن، رو کیفای خانما، روی تیشرت، روی پیرن، هی اینها رو نوشتن، هیچ کم نمیبینه چیه، ولی فکر میکنن با این کار وطن پرستن، ایران رو نجات دادن. به به به، حرف از وطن پرستی آمد. این آقای شعبون بیمخر هم اینجا داشته باشید. و شاه نرفت، بله محمد پهلوی، محمد رضا پهلوی رفت و شاه با تاج رفت، شاه با عمامه هنوز اونجاست. این رو هم براتون خوندم که عزیزان پرس گفته بود تظاهرات 3 سازمان بزرگ سلطنت طلبها در اروپا گویا 6 نفر جمع شده بودن در، بله میگه که روز 6 مارس 3 سازمان بزرگ در بلژیک سازماندهی کردن، حدود 6 نفر. من اول فکر کردم میگه 6000 نفر، حدود 6 نفر در مقابل سفارت ایران گرده هم آمدن. نرخ خدمات رادیو تلویزیون مردم دوستان، مخصوصا مجاهدین، آمریکایی‌ها میگن we are not asking arm and leg، یعنی ما دست و پای شما رو که نمیخوایم برای مثلا 1 ساعت برنامه. نوشتیم گذاشتیم از سال 2006 و 2008 هم همین نرخ و همین قیمت بوده و هست. حالا اگر شما واقعا حرف خودتون رو قبول دارید
خب بیاین برنامه بگیرید، با مردم صحبت کنید، بذارید مردم نظر بدن. و اما این خیلی جالبه، بنابر دستور و رهنمود شازده رضا پهلوی، شورای ملی ایران ثبت شده در آلمان منحل اعلام می‌گردد. ارتش سایبری شاهنشاهی ایران، میدونید که اینها رفتن یک شورایی رو درست کردن بدون اینکه تحقیق کنن، این ور اون ور رفتن ثبت کنن، بعد یکی یکی فهمیدن که ای بابا شما نمیتونی توی یک کشور دیگه بری بگی من میخوام یه حکومتی رو از بین ببرم، وقتی که اون کشوره اون حکومت رو قبول داره، اون پرچم رو قبول داره، مخصوصا وقتی که اون کشور با اونها ارتباط داره. توی فرانسه منحل شد، توی آلمان منحل شد، شما به من بگید اینها کجا هستن؟ ما که اینجا نشستیم بغل گوشمون هیچ خبری نیست. این رو بارها نشون دادم. دوستان اگر دوست داشتید، امکانات داشتید، وقتی پشت کامپیوتر کار میکنید به جای نشستن سعی کنید وایسید. این کاری که این خانم میکنه، هم راه میره هم کار میکنه، خیلی مشکله. سعی کنید اول با فقط وایسادن شروع کنید، بعدن که ماهر شدید این راه رفتن رو هم داشته باشید. من خودم این رو درست کردم و برقی این زیر راه میرم، در موقع برنامه تلویزیون این کار رو نمیکنم، چون صدای این چیز تردمیل به اصطلاح زیاده، وور وور میکنه و موتور برقی و اینها هست، ولی مواقع دیگه اگر بتونم به جای اینکه بنشینم میرم وای میسم و کار میکنم. من این رو چند بار میخواستم نشون بدم، حقیقتش نفهمیدم چی نوشته. نوشته که وقتی قهرمان جهان شدم فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزم. جهان پهلوان غلامرضا تختی. منظورش این بوده که یعنی اون موقع باید منت رئیس فدراسیون و برادر شاه و بالاخره هر کسی که مسئول بوده رو بکشه، یا منظورش این بوده که وقتی قهرمان میشی باید افتاده تر باشی تا اون مدال رو به گردنت بندازن. من این رو درست متوجه نشدم و شاید هم هر دوش درست باشه. نظر شما چیه؟ حتما در این باره کامنت بدید، نظر بدید، بنویسید با ایمیل، با فیسبوک و با تلفن. شماره تلفن ما هم هست 703-957-6150. و اما فیلم تایتانیک رو شما دیده بودید که اون لئوناردو چیه و اون خانم وایسادن و اینجوری. این تایتانیک اسلامی به این صورته، حاج آقا وایساده جلو، اون خانما هم زیر حجاب پشت سرش. و اما اونهایی که فکر میکنن ما در زمان شاه وضعمون خیلی بوده، این عکس رو من بارها نشون دادم، این از توی یک کتابی بود که خانمی برای من فرستاد سالها پیش و درست سال انقلاب، یعنی سال قبل از انقلاب این رو یه نویسنده انگلیسی رفته بود ایران و گزارشاتی نوشته بود از بی‌نظمی و بی‌تربیتی و این چیزای خیابونا و بی‌ترتیبی خیابونا و اینها نوشته بود، و بعد این رو نوشته بود که هنوز می‌بینید تا اون موقع هم کنار جوبای آب این افراد می اومدن می نشستن رخت می شستن. حالا توی این جوب آب چقدر کثافت بوده و چیز، خودمون شاهد بودیم و دیدیم. و اما این هم ماجرای زندگی دنیاست که میبینید تمام کره زمین، مخصوصا فقیراش، مخصوصا آدم های معمولیش نشستن و شدن واکسی، علی واکسی پولارا. این علامت پول و علامت استثمار و استعماره که اونها نشستن و من و شماها باید کفششون رو شین، اینجا میگن کفششون رو برق بندازید. و ما دیدیم و شاهد بودیم که در این سالهای گذشته سیر تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا. اول گفتن شیطان بزرگ، بعد گفتن شیطان کوچک، بعد گفتن شیطونک، بعد گفتن بابا شیطون بلا، بعد گفتن جیگرتلا، چشمسلی، سوسن خانم، میخوام بیام در خونتون. میدونید که یه آهنگ زیبایی هم بچه های جوان درست کردن با همین اسم که جیگر طلا، چشم سلی، ببخشید مثل که حدثه من سه بعد از ظهر رو اعلام کرد و باید بریم سراغ آگهی ها. بله، این برنامه هایی که
چپ و راست میاد میگه بذارید کامپیوترتون رو امتحان کنم. ببینید وقتی امتحان میکنه میگه شما 219 تا کامپیوترت اشکال داشته، بذار ما فیکسش کنیم. همچی که گفتی برام فیکسش کن، دیگه افتادی رو دستشون، میگه 60 دلار به این حساب بفرست. وقتی هم فرستادی گفتم دیگه، میگه که این خوب پول میده، بذار به اصطلاح هر یه ما دو ما بیایم سراغش. این هم از این ماجرا. و اجازه بدید برگردیم به استودیوی جهانی تلویزیون مردم در واشنگتن و با هم بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. به زودی آگهی آقای قمیشی رو هم میذارم، آگهی اندی که می اینجا کنسرت داره میذارم، آگهی هتل رو هم میذارم توی مردم تیوی. الان روی مردم تیوی دات کام هست. دوستان اینها رو برید حمایت کنید. و من گفتم مثلا اون شب که ما رفتیم اونجا دیدم شیرزاد گفت برای که ما ثابت کنیم به اونایی که اینجوری دشمنی میکنن با این نشست ها، با این موزیک و نمیدونم دور هم جمع شدن ایرانی ها، من امشب تا صبح براتون مجانی میخونم. و واقعا هم سنگ تموم گذاشت. ولی میدونید خواننده ها وقتی که سالن پر نباشه اون شور و اشتیاق رو نبینن در چیز، بعد بیان بهشون خبر بدن که پوستراتون دو نفر نامرد رفتن ورداشتن تو فروشگاه ها و اینجوری. من حتی شنیدم برگزار کننده این کنسرت به اونها زنگ زده گفته شما ورداشتید؟ گفته بله که ما برمیداریم. شما که نمیتونی از لس آنجلس بیای اینجا کنسرت بذاری. دوستان ایرانی ها دارن اینجا رو مثل مافیا را میندازن و این کار درست نیست. حالا کی باشه که اینجا یکشون بره دادگاه نقره داغ بشه یاد بگیره؟ بیان قبل از نقره داغ شدن آدم بشیم و یاد بگیریم. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم برنامه رو با هم دنبال میکنیم. مرسی که با تلویزیون مردم هستید. لطف کنید تلویزیون مردم رو از هر طریقی با دوستانتون در تماس هستید به دیگران هم معرفی کنید و خودتون هم حمایت رو فراموش نکنید. مرسی، با ما باشید. راهبرد. راهبرد برنامه‌ای برای تدارک یک جریان سالم مبارزاتی با کاربرد و کارایی عملی برای براندازی رژیم مافیایی جمهوری اسلامی به وسیله ایرانیان داخل و خارج. No, it's crazy because Egypt was, they did it, they had a revolution, and it's still going crazy over there. And it's, well, first of all, the crazy part is Iran always finds ways to get into the news. Yeah, as soon as there was a revolution in Egypt, the first thing Iran did, they sent ships into the Suez Canal. No reason, they're like, just go. Just go. Just see what happened, just go. When you get there, pull down your pants. Hello, America. We love to dance. The U.S. said they wanted to win the hearts and minds of the Middle East, so we attacked. We shouldn't have attacked. We should have sent over clapping troops. Just put them anywhere there's any trouble. Have them start clapping. The fighting will stop. Sunnis and Shiites killing each other in Iraq. Just go and clap. It'll stop. They'll be fighting. They hear the clapping. I have to dance. I kill you later. I'm dancing. I can't kill you right now. I'm dancing. Right now. قابل توجهی کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است و
و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمد تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خب دوستان عزیز، این فیلم هایی که بهش میگن هیدن کامرا یا دوربین های مخفی، میذارن میگیرن یک موضوعی رو به اصطلاح میذارن زیر ذره‌بین، مورد خنده و مزاح قرار میدن، ولی موضوعی هست که دیدید مثلا خیلی. من یادم سالها پیش یه مسجدی توی رود 7 توی این جاده شماره 7 درست شد و ما درست آپارتمان هایی که زندگی میکردیم روبروی اونجا بود و شما باور نمیکنید اینها جمعه میومدن این ور خیابون، ماشیناشون رو پارک میکردن توی قسمت آپارتمان های ما و میرفتن اونجا نماز میخوندن. و این اصلا خب اگر نماز میخونی تا اومدی تو جای غصبی پارک کردی اینها. خلاصه بعد مردم زنگ میزدن پلیس و اون اداره که به اصطلاح شرکت چیز میومد تو میکرد و میبرد اینها، خیلی مشکل درست کرده بودن اینها. الان یکم بهتر شدن و درست پارک میکنن، یا اگه جای پارک نیست با شاتل با این اتوبوس ها میارن توی جاهای بزرگتر پارک میکنن اینها. در هر صورت یه دلیلی که ما اصلا از اونجا رفتیم، گفتیم با نخواستیم این فالس سرچ و اینها، این وجود مسجد بود. و من نمیدونم مسجدی که برای مردم مزاحمت ایجاد کنه، این میخواد بره تو بهشت، میخوان برن تو بهشت، یا اینایی که میان این ور اون ور تو خیابون نماز میخونن. من کنار جاده دیدم نماز میخونه طرف، مخصوصا این دوستان پاکستانیمون، خیلی دیگه از اون خود عربها دو آتشه تر مسلمون هستن و اینها. اینا یه مقداری یه کسایی باید بهشون آموزش بدن. من فکر کنم وظیفه تلویزیون ها اینه که ما آموزش بدیم تا اونجایی که بلدیم. من دو تا کلمه در رابطه با برق بلدم، اینو آموزش بدم. شما هزار تا کتاب در رابطه با فیزیک بلدی، اونو آموزش بدیم و الی آخر. در ضمن این آگهی ها که پخش می شد، آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد تماس گرفتن و گفتن که امروز نمیتونن برنامه داشته باشن چون در مراسم به اصطلاح کفن و دفن یکی از افراد فامیلشون هستن که فوت شده. اگه اشتباه نکنم گفتم خواهرزادهشون فوت شده. امیدوارم که روانشون شاد و یادش گرامی. به همین خاطر در قسمت بعدی من برنامه هفته ایشون رو میذارم یا هفته قبلترش رو. در صورت ساعت 4 دوشنبه ها آقای حسن اجلالی که هم طرفدار جمهوری اسلامیه و هم طرفدار حکومت آقای روحانی و میگه که هر حکومتی رو که ایرانی ها در ایران انتخاب کنن مورد احترامیشون هست، میان صحبت میکنن. شما هم همونجور که در قسمت اول برنامه گفتم، از هر مذهب، مسلک، مرامی که باشی، تا اونجایی که توی چارچوب قانون FCC آمریکا و کانادا بتونی صحبت کنی، برنامه تو داشته باشی، میتونی از تلویزیون مردم استفاده کنی. اجازه بدید یه تشکر کنم از اونایی که با عقیده من مخالفن ولی هنوز در نادانی به سر میبرن و فکر میکنن ما دشمن هستیم. من خیلی خوشحالم که شما میشینی از اول برنامه تا آخر برنامه رو نگاه میکنی. امیدم این هست که یک روزی شما هم مثل آقای حسین مختار زیبایی ورداری نامه بنویسی، همون کسی که روز اول به من اعتراض کرد، یه جوری هم تهدید میکرد که آقا من دو تا دکترای حقوق دارم و شما نمیتونی در آمریکا این کار رو انجام بدی، امروز میگه آقا مجاهدین، مخصوصا عکس آقای فیلابی رو هم گذاشته، اینها از ایشون سوء استفاده کردن، توی تظاهرات بردن و آوردن. وقتی که از لیست آمدن بیرون میگی یک نفر به ایشون زنگ نمیزنه. شماها اگه میخواین ایمیل آدرس و ایمیل ما رو دارید، ایمیل بفرستید، من ایمیل های ایشون رو براتون میفرستم. در لاس وگاس هستن، شماره تلفن دارن، باهاشون تماس بگیرید. ضمناً ممکنه به زودی یه برنامه یه ساعته رو هم ایشون داشته باشه با شما و بیاد شرح حالش رو بگه. این هم از این ماجرا. خب از بیزینس اونر چپ و راست این آگهی ها پدرمون رو درآوردن، واقعا دیگه دیوونمون کردن. آقای حسن ماسالی میدونید که چندین کتاب نوشتن
و امروز هم روی فیسبوک، ما فیسبوکمون یه مقداری سعی کردیم بیشتر فعال باشیم، چون خیلی ساده است. خداییش بهتون بگم عکس میخوای بذاری، مهم نیست این عکس چقدر باشه، توی وبسایتت باید عکس رو درستش کنی، اینجوریش کنی، اونجوریش کنی. اینجا هر عکسی رو شما بذاری اون میزنه، فارسی بنویسی می‌نویسه، انگلیسی بنویسی می‌نویسه، ترکی بنویسی می‌نویسه، خیلی سریع در عرض یک دقیقه. اینه که خب ما سعی می‌کنیم بیشتر از فیسبوک استفاده کنیم، شما هم سعی کنید اونجا دنبال کنید، همون لایک رو بزنید، هم فالو خودش دنبال کردن میشه. و آقای حسن ماسالی فرستاده بودن، من گذاشتم که ایشون سه تا کتاب از خاطرات گذشته و نگاهی به آینده و اینها و چهار تا کتاب رو گذاشتن $50، حالا در قسمت عکس ها و اینها بهتون نشون میدن. ولی با درودهای بسیار و شادباشهای نوروزی، همانطوری که در برنامه ما در زیر میبینید، سفارت ایران نوروز را در پارلمان اروپا جشن میگیرد. برای اعتراض به این عمل و جلوگیری از آن، خواهشمندیم هر چه زودتر این دادنامه را امضا کنید. از این که لینک دادنامه خیلی دراز است پوزش می‌خواهیم. لطفاً پس از امضای خودتان آن را به آدرس ایمیل های خود و فیسبوک و توییتر هم بفرستید. با سپاس، انور میرستاری. آقای ماسالی این ایمیل که به دستشون رسیده، ایشون هم برداشته نوشته که اکثر کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا به دنبال نفت، گاز و منابع طبیعی دیگر هستند تا غارت کنند. برای حکمرانان این کشورها دموکراسی خواهی، حقوق بشر و مناسبات انسانی در کشورهای تحت ستم ارزشی ندارد. تنها موقعی می توانیم به حقوق از دست رفته خود نائل شویم که در راه اتحاد و همبستگی سراسری برای ریشه کندن رژیم واپسگرا و فاشیستی حاکم به طور بنیادی گام برداریم و همچنین در کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین همبستگی مردم دردمند سقاره را تحقق ببخشیم. از این طریق می توانیم توازن قوا را در جهان به نفع آزادی خواهان، زحمتکشان و دردمندان تغییر دهیم. با درود، حسن ماسالی. این رو من خوندم، خود شما میتونید اینها رو روی یوتیوب و روی اینترنت پیدا کنید. خب حالا بذارید آقای علی آقا، دوست نازنین ما، یک گله‌ای داره از من و دیگران، این رو با هم بخونیم و ببینیم که شما نظرتون چیه. نوشتن که دوستدار علی شیرازی، ممنونم. نوشته دوست محبوب، بیاییم در سال نو مردم کشور خود را دست کم و ذلیل نگیریم. بعد از اظهار ارادت و تبریک سال جدید باید مطالبی را به عرض برسانم که شاید موافق طبع شما و عده زیادی از هموطنان قرار نگیرد. در طول تاریخ کشورمان، توده مردم ما توسط حکمرانان عقب نگاه داشته شدند. از گذشته دور نمیگویم، از مشروطه به بعد میبینیم که درباریان و وابستگان آنان به توده مردم توجه آنچنانی نداشته و ضمن پیشرفت احتمالاً چشمگیر از ترفند ماسمالی کردن بهره بردند و دیدیم همه چیز چون ببری کاغذی فرو ریخت. مردم ما از با استعدادترین ها هستند. اگر اجازه داشته باشند در سرنوشت خود دخالت کنند و تحت تعلیم قرار گیرند. ما نباید آنان را دست کم بگیریم، برعکس آنان را دائما مورد تشویق قرار دهیم. ما برتر نیستیم، کمتر هم نیستیم. خواهش این حقیر سراپا تقصیر این است که هموطنان خود، به خصوص آنهایی که تحت ستم قرار گرفته، را مورد لطف و محبت قرار دهید، نه مورد اهانت و تحقیر. اولا من به هیچ کس اهانت و تحقیری نکردم، ولی شما چون جنرال نوشته بودید، بذارید برای دوستان بیننده بگم. این دوستمون رادیوی KRIN رو برای من فرستاده بود، لینکی که میدونید یک دو هفته پیش یا هفته پیش من در تلویزیون نشون دادم که از موفقیت این رادیو صحبت میکرد که سالهای سال است در بیزینس مونده. من برای این دوستمون نوشتم که شما میدونید که
من در این باره صحبت کردم، این رادیو به این دلیل مونده که نه صاحبش ایرانیه نه مدیرانش ایرانی هستن. اونایی که اونجا دارن صحبت میکنن، آقای ساسان کمالی و اینا کارمندن، حقوق میگیرن، ولی منیجمنت و اونرشیپ اونجا مال ایرانی ها نیست. اگه مال ایرانی ها بود تا حالا 100 بار ورشکست شده بود، 100 بار با هم دعواشون شده بود، 100 تیکه شده بودن، شده بود رادیو 1, 2, 3, 6, 8, 70 تا رادیو شده بود. ایشون در اون رابطه اومده نوشته. عزیز من، شما وقتی میگی هموطنان ما از با استعدادترین هستن، این شما در قطعی تبعیض نژادی رو باز میکنید. اصلا همچین چیزی نیست. من بارها گفتم شما اگه بچت پیانو دستش نباشه، حالا با استعدادترین پیانیست چجوری میتونه بشه؟ باید وسیله باشه، اون آدم هم باشه، علاقه هم باشه، وقتم بذارن، یادم بگیرن، پولم خرج کنن تا یه بچه دختر یا پسر پیانیست بشه، پیانو بزنه. بله، تک و توکی نابغه بودن که اصلا میگه طرف تو عمرش پیانو ندیده، اولین باری که رفته توی یه جایی نشسته زده. این نابغه تک و توکی هست، نه فقط تو ایران دوست عزیز، همه جای دنیا بوده، هست و خواهد بود. ایران من نمیدونم، یعنی اگه کسی تو اون مثلا یه مسافر آمریکایی بچهش تو ایران دنیا بیاد، به خاطر اون خاک ایشون با استعداد میشه یا اون مادر و پدرش هم هستن؟ اگه مادر و پدر هستن، اون وقت باید نگاه کنی ببینی شیرازی ها با استعدادترن، زرغونی ها با استعدادترن، مردشتی ها با استعدادترن. اینجوری نیست دوست عزیز، نکنید این کارو. ننویسید درود بر هموطنان آریایی، اون وقت باید بیای توضیح بدی آریایی کیه. اگه بیایم دنبالت میبینی خودت از همه بدتری. شما رو نمیگم علی آقا، اونایی رو میگم که اینجوری مینویسن. طرف برای من مینویسه، این میگم آقا گیرم پدر تو بود فازه، امروز چی هستی؟ امروز یه آدم بدبختی هستی، پناهندهی هستی، 3 تا 4 تا پاسپورت کشورهای دیگه تو جیبته که فکر میکنی تو شهروند اون کشورها هستی. هر وقت یک کسی باهات دعوات بشه، اولین چیزی که بهت میگه، میگه برگرد برو کشورت. من میگه نه، ما به زودی دنیا را خواهیم گرفت. میگم اوکی، هر وقت گرفتی به ما هم خبر. اینم از این. و ببینیم که آقای مطلبی چی نوشته. جناب سوربی، من جواب ایمیل شما را دادم که فکر نمیکنم دریافت کرده باشید. من دریافت کردم، جوابم دادم. به نظر میرسه ایمیل شما اشکال داره. شما لطف کرده بودید، نوشته بودید 3 شنبه و 4 شنبه برای شما فرقی نداره. من جواب دادم، گفتم خیلی ممنون، پس میریم 4 شنبه ساعت 4 بعد از ظهر و تو برنامه امروزم اعلام کردم. خوشحالم که از این طریقم شما گفتید و امیدوارم که الان شاهد برنامه باشید و ببینید که ما برنامه رو گذاشتیم 4 شنبه. میخوان اصلا اینجا بنویسم دیگه، 4 شنبه 4 PM. مرسی، خیلی ممنون آقای مطلبی. ویدیوهای ایشون در یوتیوب هست، در صفحه بایگانی، برید اونجا روی ادیان دیدار یاران کلیک کنید و اونجا خواهید دید اون ماجرا رو. خب اینو براتون گفتم، 4 نفر میرن و اینجا. و سوربی گرامی، من چند تا از برنامه‌های شما رو ندیدم که در آمریکا خواهم دید. مرسی، متشکرم. اون رو هم براتون خوندم که حکایت از چه کنم. و اما معجزه یک نی در نجات انسانها. سعید هستی برنامه رو میبینی یا نه؟ این دوست ما سعید بعضی وقتا عصبانی میشه از دست اینایی که میگن ما در زمان قبل از آخوندها چنین بودیم و چنان بودیم، و میگه که ایشون سرباز بوده و در بلوچستان و اینها میگه یه قرصای برای مالاریا براشون گذاشته بودن که هر کدوم از این سربازا مریض میشن اینو میخوردن. بعد میگه اونجا آب تمیز نبوده، زندگی خیلی رقتبار بوده. و دوستان خودتون ببینید که این سیاست شیخ دنباله سیاست شاهه. شیخ فرزند خلف، گوش کنید، نگفتم ناخلف، فرزند خلف شاهه. آقای مصطفی، دکتر مصطفی هروی سالها پیش برای من یه شعری رو خوند، به من گفت که شاه و شیخ، حتی فردوسی هم گفته که اینها، تو گویی که این دو
هر دو برادرند و هر دو زیر یک چادرند. معجزه یک نی در نجات انسانها. شرکت بین المللی وسترگارد در جهت بهبود بهداشت در کشورهای در حال توسعه یک نی به نام لایف استرا. استرا همون نیه. شما تو مکدونالد هم که میری اون لولایی که میگیری میزنی تو آب، اون نی بهش میگن استرا، که به زندگی خیلی از انسانها کمک میکنند. به گزارش گروه خواندنی‌های خبرگزاری فارس، اهمیت این نی در مهمترین بلایای طبیعی از جمله زلزله در هایتی یا هیتی ما میگیم، سیل در پاکستان ثابت شده است. با این نی دسترسی به آب آشامیدنی سالم به زودی در سراسر جهان برای همه ممکن خواهد بود. میدونید که یکی از مسائل بزرگ دنیا هنوز در قرن 21 مسئله آب آشامیدنی است که بعضی جاها ندارن، به خاطر اینکه اونجایی که آب دارن حیوانم میره توش میمیره، اون جنازه اونجا چه میدونم خراب میشه، فاسد میشه، مریض میشه، بعد اون پایینتر دارن از همون آب میخورن و اینها مریض میشن. در هر صورت میگه که این شرکت وسترگارد یک نی رو درست کرده، یک دستگاهی رو درست کرده که اگر با این آب بنوشن، این مثل اینکه فیلتر میکنه و اون سم و سمومات و امراض رو میگیره. حدود 780 میلیون نفر در جهان دسترسی به آب آشامیدنی ندارند و هر 21 ثانیه یک کودک از اسهال ناشی از مسمومیت میمیرد. تصور کنید باقی زندگی انسانها توسط نوشیدن آب غیر قابل شرب با وسیله نجات پیدا کنند. لایف استرا یک لوله به اندازه یک سیگار برگ است. این نی به طول 25 سانتی متر، 3 سانتی متر هم قطر، به وزن 56 گرم از پلاستیک است و به راحتی قابل حمل و توزیع است. این هم کشیده دوستان، حتما اینم یه مدت دیگه میاد توی مارکت که اگر شما میخوان برین کمپ، میخوان برین مسافرت، میخوان برین کشورهای مثل مکزیک که آب سالم ندارن، این رو هم میتونید بخرید و با خودتون ببرید. لایف استرا به سادگی مایکرو ارگانیسم ها را فیلتر و آب را تصفیه میکنه، بنابراین پتانسیل های بیماریزا را مانند حسبه و با اسهال خونی و حتی انگل ها را حذف میکنه. لایف استرا قادر به فیلتر 700 لیتر آب معادل مصرف آب یک سال یک فرد است. در فرانسه لایف استرا حدود 24 یورو فروخته می شود. در انجمنهایی مانند جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کودکان می توان این وسیله را توزیع کرد، چون بیشتر مفید است، مخصوصا کشورهایی مانند بنگلادش که در آن 30 میلیون نفر هر روز آب آلوده می نوشند. مفید بودن لایف استرا در حال حاضر در مهمترین بلایای طبیعی از جمله اینا را یه بار دیگه هم گفتیم. در اصل ممنونم از دوستان که این را هم فرستادن و ما خوندیم. امیدوارم به زودی، میدونید که این چیزا وقتی میاد اولش خیلی گرونه، چون پول تحقیقاتی رو که دادن، این همین لوله‌ای که شما الان میبینید 25 یوروه، اولی رو که میخوان بسازن ممکنه 1 میلیون دلار خرجشون بشه، ممکنه هزاران دلار خرجشون بشه. به این دلیل وقتی که تولیدش زیاد میشه بعدن ارزونتر میشه، ممکنه مثلا 2 سال دیگه این بشه 1 دلار و این موقعی هست که مردم هی بخرن و استفاده کنن. و اگر شما هم جایی هستی که میتونید، من الان با تأسف دیدم ایرانی ها پولای کلون میدن، بیلبورد میزنن، عکس شاه و تاج و اینا رو میزنن. آقا خانم، شاه مرد، قصه خلاص، برو به فکر آب سالم باش، چند تا از اینا رو بخر بفرست ایران که این جوونا نمیرن، جوونا بیان حق تو رو بگیرن. تو که خودت اومدی کالیفرنیا و این ورور نشستی، الان وضعت خوبه دیگه، به فکر کسی نیستی. نکنید این کارو، پولاتون رو ندید به این صاحبان تابلو فقط برای که بگن فلان نمیدونم بوتیک دار اینو اینجوری کرده، فلانی اونو اونجوری چیز کرده. اینم از این. و باز هم آقای حسن اجلالی
پیغام گذاشتن احتمالاً در رابطه با همین هست. حالا ما برنامه رو که تموم میکنیم وای میسیم اگه ایشون رسید و حال و حوصله‌اش رو داشت، چون آدم وقتی میره قبرستون و میره کفن و دفن فامیلش و دوستان و اینها واقعا اون روز دیگه حالش گرفته میشه، ولی خب اگر ایشون دیدیم حالش خوب هست و میتونه برنامه داشته باشه برنامه رو اجرا میکنه، اگر نه یکی از برنامه‌های قدیمیش رو میذاریم و هفته دیگه هم ایشون بله 31 31 هم باز مال این ماه هست. ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که به زنا یاد میده مراقب باشن که بهشون تجاوز نشه، اما به هیچ مردی یاد نمیده که تجاوز نکن. خب این رو آقای ذوالفقاری فرستاده، ممنونم آقای ذوالفقاری. کار من و شما همینه که همینو یاد بدیم و الا هی بیام بشینیم بگیم که مصدق اینجوری کرد یا شاه اونجوری کرد چه فایده داره؟ هر کی هر کاری کرد نتیجهش اینه که امروز اینجا رسیدیم که هنوز که هنوز به قول شما به زنه یاد میدن که مواظب باش بهت تجاوز نشه. چجوری؟ باید به پسره به مرده توی مدرسه توی محل کار درس بدن یاد بدن که آقا تجاوز نکن. تو گفتی الله رحمان و رحیمه با آن جهنم سوزان قرآن محمدی، هر کسی که غیر از اسلام مذهب دیگری قبول کند از او پذیرفته نخواهد شد، او در آخرت واحد. من یه چیزی برام خیلی عجیبه، خب این رو هم باز آقای ذوالفقاری فرستید، من نمیدونم مگه شما دوستان به دستور قرآن و اینها عمل میکنید که میرید اینقدر از ایراد میگیرید؟ شما که عمل نمیکنید، شما چه چیزی رو عمل میکنید که خوبه و زندگی خوبی رو آدم خوبی شدید اون رو بیان یاد مردم بدید؟ اینو ولش کنید، اون چیزی رو که دنبال میکنید بیاین. مثلا طرف میره مسیحی میشه میگه آقا تو مسیحی گفته آرامش و آسایش و دیگران رو دوست داشته باشید، دیگه از اون ایراد نگیرید، اونو ولش کنید، اونم مثل مصدق و شاه و اینا تموم شد، حضرت محمد مرد، حضرت علی مرد، عمر و ابوبکر رو نمیدونم عثمان و همه مردن. شما که امروز آدم خوبی هستی که من میشناسم آقای ذوالفقاری آدم بسیار خوبی هست، واقعا مرد نیک که میگن شما هست، شما بیا بگو چه جوری این کارو میکنی، چه دینی داری، چه مذهبی داری، تا 4 مثل من که شما رو دوست دارن هیچ وقت هم دنبال قرآن نبودیم بیاین دنبال شما، چرا وقت تا اینجا تلف میکنی؟ به اون دوست مجاهدمون گفتم آقا شما چرا وقتت با من تلف میکنی؟ بلند شو همین فردا برو کمپ اشرف، برو کمپ لیبرتی، به اینایی که جدا شدن بهشون بگو ببینید به کوری چشم شما، شما 6 جدا شدین، ما 60 داریم میریم، ولی دروغ میگی، مرد نیستی. این بیچاره ها مرد بودن وایسادن 20 30 سال دیدن بهشون دروغ گفتن حالا اومدن بیرون، شما نشستی اونجا ماکسیمومش مثل این آقای ترترک چی بود یه پرچمی گرفته بود دستش، عکس شما نشون دادیم ارنستو، یه حقوقی هم بهت میدن، میگردی دختر بازی تو میکنی، دیسکوتو میری، یه تظاهری هم که هست مثل اولولک، تو شیراز میگن مثل اولولک، اینجا ما گفتیم تهرونی ها میگفتن مترسک، بلند میشی اینو میگیری دستت میری بنداز زمین، پرچم رو بردار برو عراق، برو اونجا وایسا ببینیم میخوای چه کار کنی، تو هم برو اونجا تا چوب جارو بدن دستت بگن بیا پیش فنگ پس فنگ نمیدونم به دوش پلا، تفنگ ندارید، اسلحه‌تونو گرفتن، طرف میگه با جارو به ما رژه میگفتن بریم، خنددار نیست، خجالت آور نیست؟ سازمان مجاهدی که 50 سال پیش اونجوری شروع کرد امروز به یک جایی رسیده که بشینه اونجا زنه بیاد به دیگران بگه شما بیان برین تو اتاق این آقای رجبی به قله اعلا میرسید. از این دوستم میخواستم سوال کنم آقا شما هم زنت طلاق دادی؟ بعدن ازش پرسیدی آقای رجبی چه کارش کرده؟ یا بهت گفتن حتی دیگه اجازه نداری باهاش صحبت کنی؟ خجالت بکشید بیچاره ها، احمق ها، هر کدومتون هم رفتید یه اسم قلابی برای خودتون گذاشتید، نه کسی میشناستون، فقط اونجا اینا رو نشون میدید که آقا بیا من به این فوش دادم، 3 ایمیل فرستادم، 3 تلفن زدم، پول چی بده میخوام برم یا مواد مخدر یا الکل یا فلان. آقای مرداد عزیز، همه مثل شما نیستن که برن زحمت بکشن تابستون زمستون باتری ماشین عوض کنن، ماشین تو کنن، پولا رو بدن مجاهدین، خیلی هاشون دارن پول میگیرن میخورن،
طرف میگه آقا اگه شما راست میگی برو سه روز تلتان بذار، 4.5 میلیون دلار جمع کردن. میگم منم اگر عمو صدام پولا رو داده بود مونده بود رو دستم، الان باید پولا رو بشورم. اگه 7 میلیون نمیدونم تو اتاق و تو خونه خانم رجوی در میاد، اینو باید بشورم. چجوری میشورم؟ تلفن رو باز میکنم، احمقای مثل تو زنگ میزنم، میگه آقا من 400 دلار میدم. میگه بفرما دیدی 400 دلار پولی نیست، دروغ میگه. پول رو میشوره میاره اینجا، میگه آقا این 4.5 میلیون درآمد ما شده. پول رو از زیر رخت خوابش، از نمیدونم تو پاچهش، از تو کورستش، از تو تنبونش میاره میده به تو، دوباره پرچم دستت باشه بری اونجا. یکیتون جرأت کنید بیاین اینجا حرف بزنید. چقدر میترسید از من؟ چقدر میترسید از تلویزیون مردم؟ آقا با آقای فیلابی با اون هیکلش 2-3 بار ماشاءالله گفتم، ایشون باید اجازه بگیره. باورتون میشه پهلوان مملکت من باید اجازه بگیره که برم با این صحبت کنم یا نکنم؟ آقا ما با دو چرخه زودتر از ماشین میرسم خونه ایشون، چون با ماشین باید هی برم خیابون و ترافیک لایت وایستم، با دو چرخه اینجوری میرم. این پایین ما اینجاست. بیا آقا بشین صحبت کن. الانم که اینجا برف و قرار برف بیاد، کامیوناتون کار نمیکنه، بیا بشین آقا با اینا صحبت کن، ببینم حرف حساب اینا چیه، ببینم رهبرتون کجاست. تو یه احمق که این کار میکنی، باعث میشی به غیر از اون 2 ساعتی هم که اونا صحبت میکنن، من برنامه خودم رو هم اختصاص بدم، حقیقت مجاهدین رو نشون بدم. آقا خانم به من گفتن مجاهدین داداش منو کشتن، من گفتم مهم نیست، هر کسی کشته کشته باشه. اگه مثل شما احمقا بودم وقتی آمدم اینجا، بچه های آقای فیلابی اینقدر بودن و همه ما میگفتن عمو، خب میتونستم زور برم دم مدرسه‌شون ورشون دارم سرنیستشون کنم، بگم بچه داداش منو میکشید، حالا برید در غم بچه‌تون سودوار باشید. این کارو نکردم، گفتم این دایره خریت احمقی رو نادانی رو من باز کنم، بشه ای بی برسیم به هم، نقطه الف به بی. آمدیم وقتی تو لیست بودن برنامه گذاشتیم، ازشون پول نگرفتیم، خودشون با شرمندگی ما 100 دلار 150 دلار روزی 3 دلار روزی 5 دلار میدادن. خودش میدونه من 2 ساعت باید روزانه کار میکردم. یادشون دادم که این ویدیو رو چجوری بذارن رو ویمیو، تماس بگیرید با اون عقب افتادهی که بلد نبود با کامپیوتر کار کنه. من نمیدونم تو عراق بود، تو لندن بود، کجا بود، من یادش دادم که ویدیوهای مجاهدین رو بذاره رو ویمیو. بیچاره ها، حقیقت رو قبول کنید. آقا شما حرفی داری؟ واقعا پول نداری؟ درست میگی؟ مجاهدین حقوق نمیدن؟ مهمون من بیا حرف بزن، مهمون من بیا حرف بزن، برو تبلیغ کن، 4 نفر دیگر جلب کن، بردا برو اونجا. مگه نبردین بچه ها رو گفتید بیاین عراق میرید اروپا، وقتی اومد اونجا گفتید دیگه نمیتونید جدا بشید، به اسرار ما پی بردید، باید 2 سال باشید تا پاک بشید، خالی بشید. اسرارت، اسرار چی؟ 2 تا تفنگ قرازه، 4 تا تانک سوخته از رده رفته بیرون، اینا اسرار نظامی بوده؟ بعد چه سازمان؟ به طرف میگم آقا این چه سازمانیه که هر کسی ازش جدا میشه خائن. خب اونایی هم که اونجا نشستن، تو میتونی امروز برای من بنویسی که اینا اگه فردا جدا شدن بهشون نمیگی خائن؟ از قسیم که دیگه بالاتر نیستن. دکتر قسیم روحانی رو دیدیم، شما چه کار کردید باشون؟ آقای امیر آرام، شما اگه فردا لب باز کنی بگی من نمیخوام، ببین چه تهمتایی هم به شما میزنن. مرضیه و منوچهر سخایی شانس آوردن مردن. اگه اینا گفتن آقا ما نمیخوان، ما آمدیم شور و هیجان داشتیم، فکر کردیم شما درست میگید، بعد میگن آقا اینجوریه نیست نمیخوام، همونا رو هم میگفتن جاسوسه. برید آقا آدم بشید، برید خانم یکم تحقیق کنید. خواستی بیا مهمون من برنامه من بشی صحبت. کانون آوا 2 ساعت برنامه میذاره، بعدش جمعه برنامه منه. شما 1 ساعت مهمون من بیا، هر چی اینا میگن بگو دروغ میگن. آقای کرمی میگه من 20 سال 30 سال اینجوری بودم. آقای چیز راستگو میگه من مسئول بودم، پول میفرستادم برای حقوق اینا، میخوان یکی یکی بیام اسمشون رو بگم که چقدر چند میگرفتن. وقت تو بگو دروغ میگه بیچاره، بیا بگو تا اونا آگاهت کنن، اونا بهت نشون بدن. سرت کردی توی برف، سرت کردی توی شن، دومتو کردی هوا، ها
حالا این دومتو یه روز آخوندا بیان بزنن، خود مجاهدین بزنن، خدا میدونه. منتظر باش. خب این هم از آقای ذوالفقاری. ببینیم مارکوس چی میگه. آموزش: اگر ناراحتی مده دارید و از نوشیدن ناراحتی معده دارید و از نوشیدن آب در نروژ دلدرد میگیرید، به دلیل سنگینی آب کوهستانی میباشد. در این کشور است راه حل: مقداری آب در تانک پارچ به مدت 30 دقیقه گذاشته و بعد بنوشید، کمک میکنند. مرسی. آقا کار تلویزیون اینه، همین آب رو که از حالا این آب باتل که میگن خیلی هم خوب نیست، ولی شما اگر رفتی آب رو از شیر آب، از لوله آب ورداشتی، همون موقع نخور، چون اینا موادی که بهش زدن تا موقعی که تو لوله هست و اینا نمیپره اون مواد. اینو بگی، ایشون هم میگه 30 دقیقه بذار اون مواد میپره یا اون سنگینی آب کوهستان میره، معده درد نمیگیره. کار تلویزیون اینه. حالا اون تلویزیونی که میگه بیاین میخوام بریم آزاد کنیم، بگین خب برید شروع کنی، ثبت نام کنی، اسلحه بدین دستشون، آموزش بدی، نه اینکه مثل آقای عقاب بیاد بگه ما 20 میلیون لای شما داریم. لای کجاشون داریم؟ 20 میلیون داریم. خب مدهی هم اومد گفت ما 20,000 نفر داریم. تا کی ملت بدبخت میشینه گول مدهی و نوری زاده رو بخوره، گول عقاب و نمیدونم حخا رو بخوره، گول فولادمند و پخا، همین دیگه، پختی میگن همین دیگه، تا کی؟ ولی نمیذارن. دو تا چیز ساده یاد بگیری. آقا این آقا تو نروژ زندگی میکنه، میگه اگر کسی اینجا آب میخوره معده‌اش اذیت میشه به خاطر اینکه این آب مال کوهستانه. آب رو بگیر 30 دقیقه بذار، بعدن مثل آدم بخور، سوتم میزنه مثل بلبل. خب شما قرصی هستی، زور یه قرص، شب یه قرص، صبح یه قرص. این یه قرصیه. داداش من به من گفت که وقتی که چشماتون عینکی میشه، ضعیف میشه، این مسکی کمک میکنه. قبلا هم گفتم یه قرص هم بندازیم بالا، به سلامتی، به سلامتی، هرچی قرصیه. خب چرا الان خوردم؟ یادم میره الان اگه نخورم، حالا که یادم میخورم. من تعارف با شما ندارم. تو همین پریشب و اینا دوستان میگن آقا ما خیلی خوشم میاد از تو تلویزیون و اینا همش همین هستی. میگم خب با چی باشم؟ با یه چیز دیگه باشم؟ من همینم که هستم. جناب سوری متشکرم. در ضمن صدا و تصویر مثل همیشه بسیار خوب و عالی میباشد. مرسی آقای مطلب. صدای شما هم هفته قبل بسیار خوب بود. امیدوارم تصویرتون یه مقداری نور رو تنظیم کنید پایین‌تر و اینها، و خودتون میبینید دیگه، خودتون بهترین شاهد هستین، بهترین کسی هستید که ایراد میگیرید که اگر اشکالی داشته باشه. این هم از این ماجرا. باز برگردیم، 20 دقیقه دیگه بیشتر با شما نخواهم بود. و اما ایرانیان کامیونیتی رو من خوندم، آقای علی شیرازی عزیز حکایت از چه کنم رو خوندم، بله معجزه یک نی رو خوندم، کتاب خاطرات حسن ماسالی. این بود دوستان، بهتون گفتم دوستان عزیز شما میتوانید 3 جلد کتاب خاطرات سیاسی 50 سال گذشته و کتاب سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن را در اینجا خریداری کنید. نه اینجا، روی iranbooks.net کتاب فروشی ایران. عکسش هم اجازه بدید من بهتون نشون بدم. برای یه لحظه اینجا میبینید، بفرمایید، اینم عکس آقای ماسالی، جوونیاشون با تفنگ و اینها. iranbooks.net، بله کتاب اینجاست، چندین کتاب نوشتن، 4 تا کتاب 50 دلار. حسن ماسالی، نگرشی به گذشته و آینده. سعی میکنم که ایشون رو هم در سال 2014 بیاریم و ضمن تبریک سال نو باهاشون صحبتی داشته باشیم در مورد این کتاب ها و اوضاع و احوالی که الان شاهد هستیم در ایران و در جهان، و به قول معروف ببینیم چه باید کرد. و اما دوستمون شایسته خانم هم یک مقاله ای رو فرستاده، نوشته حیف و میل مالی، حیف و میل های مالیاتی در آلمان. میدونید که همیشه
یه جایی کمه کشورها یه افرادی هستن به اینا میگن گروه چپ. تو ایران به ما اشتباه گفتودن که چپ ها کمونیستن. آقا اینجا دموکرات ایراد میگیره میشه چپ. این چپ و راست هم از اون موقعی میاد که اونایی که موافق بودن مینشستن راست، اینایی که مخالف بودن مینشستن چپ. بدبختی ما اینه که طرف بدونی که یاد بگیره مارکسیست اسلامی چی، مارکسیست اسلامی چیه، کمونیست چیه، فلان، شده بود رهبر. طرف میگه که چی؟ میگه که بدبختی ما اونجاست که یک آخوند بی سواد آمد شد رهبر، یک راننده کامیون اومد شد تدکاپر. بهش میگم احمد، خب آقای فیلاوی هم اینجا راننده کامیونه. دوم من دبیر بودم، بیام چه کار کنم؟ بیام مثل شما برم خودم بفروشم به صدام از اون حقوق بگیرم؟ آمدم اینجا کار کردم، بچه ها موفق دانشگاه رفتن. آقای فیلاوی میدونه بنده 9 سال شهریه بچه هامو از جیب دادم، نه از کسی گدایی کردم نه دستم جلو کسی دراز کردم. خب آخه بدبخت، تو که امروز راننده کامیون رو اینجوری پوت داون میکنی، تو میخوای جامعه بی طبقه توحیدی درست کنی. بعد بهش میگم که بدبختی ملت ما اینه که یک احمق بی سوادی در زندان بود، وقتی این آزاد شد چون هم ردیفاشو فروخته بود به ساواک، آمد شد میگه درباره مسعود رجبی صحبت میکنی، میگه من که اسم نیاوردم، میگه من که اسم نیاوردم. پس تو فهمیدی که آقای رجبی بوده یه آدم بی سواد در زندان دوستاشو لو داده، بعدن آمده خمینی رو رهبر خودش قبول داده، دستشو ماچ کرده، خدا میدونه کجاهاشو ماچ کرده. پس تو فهمیدی من منظورم کیه؟ حالا برو بدبخت، برو درس بخون، برو آگاه شو، برو آدم شو. آقای فیلاوی، اینا شعبون بی مخای شماها هستن. حالا هر چی شما میخوای بگی، هی این فرهنگ مجاهدین این نیست، من باور نمیکنم. توی این تلویزیون نه، توی نواری شما بشین نگاهی تو دوربین کن، بگو هر مجاهدی که از امروز چه به این چه به دیگران فحاشی کنه، پرخاش کنه، تهدید کنه، این مجاهد نیست، این مأمور جمهوری اسلامی ایرانه. اگر راست میگین اینو بگید. این حرفی که به رضا پهلوی هم زدم، گفتم آقای رضا پهلوی شما نگو اینا اینجوری، نگو آقای سعید سکویی فلان، اینا شعبون بیمخای شما هستن. شما اگر راست میگید بیاین بشینید تو دوربین، نمیخواد تو این تلویزیون بیاد. این تلویزیون بو میده، شما بو میگیرید، شما خیلی معطر هستید، بو میگیرید، بو گند میگیرید. بشینید توی دوربینی نگاه کنید، بگید این روزا تلفن دستی دوربین دار، بگید هر کسی که مجاهده، طرفدار پادشاهیه، سلطنت طلب، شاه اللهیه، حزب اللهیه، به دیگران نباید توهین کنه، نباید تهدید کنه، نباید تهمت بزنه، و الا از ما نیست. نه اینکه هر کسی تماس میگیره میگید آقا این فرهنگ جمهوری اسلامیه، اینا اینجوری میکنن تا فلان. آقا اسم داره، رسم داره، عکس داره، پرچم شما رو دوششه دیگه. شما هم ببخشید، حالا ما سعی میکنیم شیرازی باشیم، آدم خوبی باشیم، یه تا چه حد آقا؟ اما خب بله، داشتیم این صفحه رو نشون میدادیم که دیدنی ها تصویری عجیب و حیف میل های مالیاتی در آلمان. بله، این اومده توضیح میده که دوچه وله شهروندان آلمانی مالیات های سنگینی میپردازن و به همین دلیل هم حساسیت زیادی در مورد هزینه های دولتی وجود دارد. اتحادیه سراسری مالیات دهندگان هر سال کتاب سیاهی را منتشر و حیف و میل ها را افشا میکنند. گالری تصویر عکساشو بیام بریم ببینیم که عجیب ترین حیف و میل ها رو دوچه وله. ببینید دوچه وله روز چیز خبرگزاری آلمانیه دیگه، یعنی دوچ که میگیم آلمانیه، ولی خودشون میان میگن. اگه خودتون عیبای خودتونو بگید دیگران نمیگن، میگه آقا اینو که گفته خودش، دیگه کاری نداره. که وقتی عیبتونو نمیگید میخواین قایم کنید، دیگران این عیبا رو که کشف میکنن میشه او پیرن عثمونو میگیرن دستشون. بفرمایید، باز با هم میخونیم. عجیب ترین حیف و میل های مالیاتی کجا رفتی؟ نمیدونم این چرا اینجوری میشه گهگاهی. بله، عجیبترین حیف و میل های مالیاتی در آلمان، اینا رو خوندم. پرداخت مالیات سنگین
عکسم گذاشته، ببینیم حالا عکس ها یکی پس از دیگری چی نشون میده. عکس شماره 2، احکام سنگین برای فرار مالیاتی، ساعت بدهی ها. میدونید که این ساعت رو آمریکا هم داره و در هر دقیقه میلیون یا میلیون ها دلار به بدهی آمریکا اضافه میشه. این هم 20 میلیارد یورو صرف جویی. به خاطر کی؟ به خاطر همینا که میان اشکالا رو پیدا میکنن. نترسید اگه یک کسی میاد پول مالیات دهندگان برای آقای جورج کلونی، اتحادیه سراسری گفته که خانه تکانی بهار 2014 مواردی از حیف و میل. ببینید اینها بهش میگن چک اند بالانس، اینا رو میاد. رقصهای نو، نگهداری از اسپرم خروس، مالیات آلمانی ها برای سالمندان چینی، پول برای بچه ها، تحرک برای بازنشستگان، گل ترمپ یا لوپن، یا نمیدونم حالا تلفظش درست میگم یا نه، من خیلی گلها وارد نیستم، صرفه‌جویی انرژی در تولید آبجو، دوربین متحرک معلوم نیست برای چه، اصلا این دیگه خودشون نمیفهمن برای چیه. 100 هزار یورو هزینه ساخت اون دستگاهی بود که خودشون هم نمیدونن برای چیه. خب اینا رو این گروه ها میان تحقیق میکنن، پیدا میکنن، چاپ میکنن، در اختیار دیگران قرار میدن تا اون وقت من و شما آگاه بشیم. وقتی میخوایم پول بدیم، مالیات بدیم، تکس بدیم، بگیم این تکس منه، این مالیات منه، باید درست خرجش کنی. مسئولین باید مسئول باشن، سوال شما رو جواب بدن. اینم از این. ساعت 3:48 دقیقه است. آقای اجلالی ببینیم چی میگه. فکر کنم آقای اجلالی، بله بفرم. سلام علیکم آقای سوربی، من حسنم، باز زنگ زده بودید، من تلفنم رو خاموش کردم که اینجایی که هستم صداتون رو نشنیدم، خیلی ببخشید. تونستیم بازم به شما زنگ میزنم، من امروز به برنامه نمیرسم. خب خیلی ممنون، منم همینو گفتم آقای اجلالی، فکر میکردم و درستم همینه که وقتی آدم توی مراسمی هست تلفنشو یا صداشو خاموش کنه. دلیل اینم که پیشنهاد میکنن خود تلویزیون رو خاموش نکنید، برای که نمیدونید یه دقیقه دیگه ممکنه اینجا بریزه پایین، همون تلفن شما رو نجات بده. در صورت که صداشو خاموش کنید یا روی ویبراسیون تکون دهنده چه میدونم متحرک بذارید و الی آخر. اون چه مسلمه شما پیام گذاشتید، من پیام شما رو گرفتم، من پیام گذاشتم، شما پیام من رو گرفتید. دوستان یاد بگیریم پیام بذارید، هی زنگ نزنیم بگیم 100 بار زنگ زدم نیستی شما. خب اگه بود که جواب میداد، چون نیست رفته پیامگیر خریده گذاشته اونجا، زنگ بزنید مثل آقای اجلالی، من اقوامم فامیلم فوت شده نمیتونم بیام. سوربی هم میگه پیام شما رو گرفتم، باش تموم شد. حالا ایشون لطف کرد دوباره گفته پیامت گرفتم، این کانفرم میکنه که به اصطلاح رو فیسبوک هم ما بلد نیستیم. فیسبوک من نوشتم نرخ خدمات تلویزیون مردم، طلب میاد زیرش آقای ناصرالدین از ایران میاد زیرش راجع به آقای یگانه مینیسی. مینیسم دوست عزیز، مربوط به چیز مینیسی. اگه یک جایی نامه باشه که قرار مثلا آزادی زندانیان سیاسی، شما بیا اسمتو بنویس، بنویس به امید روزی که هیچ زندانی سیاسی نداشته باشه، نه که بیا بنویس من شاعری هستم که امروز یک شعر گفتم و این شعر را میخوام اینجا تقدیم کنم به دوست دخترم، دوست دارم، میدونی. ببین همین قد بی ربطه چیزای دیگه که وقتی در رابطه با اون چیز نیست اینجوریه. آقا نوشته نرخ خدمات و سرویس مردم، میخوای استفاده کن، نمیخوای هیچی نگو، برو دنبال کارت. برنامه گذاشته آقای یگانه، سوربی هم گذاشتهش تو فیسبوک، همونجا زیر اون شما در رابطه با آقای یگانه و آقای مطلبی صحبت کن. بلد نیستیم دوست عزیز. آقای ناصرالدین شاه شما تو ایرانی خودت با زبون خودت میگی حکومت جمهوری اسلامی ایران آزادی نمیده به ملت، فیسبوک قدغنه، در صورتی که خودشون همشون پدر سوخته دارن استفاده میکنن. من به شما میگم آقا باهایی که الان اونجا سر کار نیست، برو دنبال جمهوری اسلامی، برو اونا رو آدم کن. مگه شما نمیگی 45 سال چند سال داری تحقیق کردی، معلمی، درس خوندی،
خب اول چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شما ایران ول کردی اومدی باهایی رو توی استرالیا میخوای تربیت کنی؟ ول کن اینو. اینا یه نفر میاد تو تلویزیون مردم، اینجا هم 7 نفر بیننده داره که الحمدلله الان دیگه دارید میبینید، از تعداد فیسبوکش، از تعداد گوگلش، از تعداد اپل تیویش، از تعداد روکو، خودتون دیگه قضاوت. نمیخونه حرفایی که میزنیم با هم، نمیخونه. از این ور میگیم سردمه، کتتو بده من بپوشم، از اون ور میگی آقا از بس حرارت کردم اصلا خیس عرق شدم. دروغ میگی، نمیخونه. از این ور به یکی میگیم آقا یه پول بده من میخوام برم ساندویچ بخورم، از اون ور آروغ میزنیم صدای گوشت کباب و نمیدونم پیاز و اینها میاد، و به اون یکی میگه آقا خوردم چلو کباب دل در گرفتم. کی؟ خودمون. خودمون دروغه رو میگیم ولی متوجه نیستیم، فکر میکنیم مردم نمیفهمن. کی دروغ میگه؟ مسئولین این احزاب و جنبش ها و اینها دروغ میگن. میاد میگه آقا ما 500 هزار نفر داریم. آقا 500 هزار نفرش تو ایرانه، همشون هم اسمهاشون نمیتونن بگن فلان. خب عجب کشور خوبیه که 500 هزار نفر فعالن، با کشور خارج در تماسن، میخوان دولت هم براندازی کنن، آخوند هم هیچ کاری بهشون نداره. نمیخونه. بعد فردا شما میگی یک نفر در خیابان اینجوری گفت، ناخونش کشیدن، پدر مادرش هم رفتن تو خونه زدن. بعد میبینیم خب الان آقای امیرحسین موحدی اینجا بوده، داره برمیگرده میره ایران. اون آقای امیر فرشاد ابراهیمی بود، کی بود؟ آمد اینجا همه رو ریخ به هم و اینا، بعد گفت من دارم برمیگردم ایران. البته مثل که نرفت ایران. نمیخونه حرفای این دوستان، نمیخونه. چیکار کنیم؟ ما به چه زبونی بگیم؟ نمیدونم. یک کسی بیاد به من یاد بده. خب وقتی که اینجوری مصوبه میدن، بذار ببینیم مصوبهشون چی بوده. آها، میگه که آقای دکتر صدرالاشرافی در رابطه با نوروز و چهارشنبه سوری صحبت کرده، این دوست ما هم کیف کرده، میگه تاریخ را برد به قبل از پیدا شدن آریایی و ایرانی. میگه از زمان 7000 سال قبل از آریایی تمدن بابلی ها جشن بهار درست شده بوده که الان نوروز اسمش میگذاشتن. بعد دیگه میگفت که این تقویم آریایی و میترایی و شمسی اینها همش تشکه، حالا درست کردن، حالا آوردن. آقای پارسی گوش بده، حواست به من عزیزم، گوشت با منه، حرفای آقای دکتر صدرالاشرافی رو گوش کن. میگه این تقویم مقویم اینا همش کشکه. آقای مجید کفایی دیگه اصلا با من صحبتم نکرد، هنوز داره شطرنج بازی میکنه، فکر کنم ماراتون چیزه، مسابقه های روسیه شطرنج. میگفت در زمان قدیم فقط فصلها را حساب میکردن. گفت اصلا هفته‌ای نبود که چهارشنبه داشته باشن که این معرکه گیرها اینجوری اسمش رو گذاشتن و برای خودشون معرکه میگیرن. مرسی. خب گزیده اخبار کانادا در هفته‌ای که گذشت. حالا که ما پیشخوان روزنامه‌های ایران رو نداریم، دست به دامن این دوستان در کانادا میشیم، ببینیم در کانادا چی گذشته و چی میگذره. میگه تا زمانی که ساکنان کبک آماده نشوند هیچ رفراندومی وجود نخواهد داشت. میدونید که این کبک اگه اشتباه نکنم هم ماجرای فرانسوی و انگلیسی و اینا هم بدبختا نمیدونن نوکر، ببخشید، شهروند ملکه انگلستانن یا هنوز زیر پرچم فرانسه هستن. گفته که نخست وزیر کبک گفت دولت اکثریت حزب کبک تا زمانی که ساکنان کبک برای اتحاد آماده نشوند همه پرسی برای استقلال را برگزار نخواهند کرد. کانادا نتیجه همه پرسی در کرمیا فاقد اعتبار دانست. کرمیا همون شهری، همون قسمتی که به شوروی پیوست، به روسیه پیوسته و خیلی ها آمریکا هم قبولش نداره. جیم فلایرتی وزیر دارایی کابینه را ترک کرد، رفت دنبال کارش توی شرکت خصوصی کار کنه. نرخ تورم سالانه کمتر از حد انتظار افزایش را، یعنی این خبر خوبیه دیگه. هشدار کانادا به غرب در مورد اقدامات روسیه، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کشورهای غربی باید اقداماتشان را در راستای متوقف کردن فعالیت‌های رئیس جمهوری روسیه در بحران اوکراین افزایش دهند. اختراع کانادایی ممکن است در سال
در سال 10,000 زندگی را نجات دهند. دانشمندان کانادایی به ماده ضد عفونی دست پیدا کردند. چی باید بگیم؟ دست یافتند که میتواند 100% باکتری ها و عوامل بیماریزا را از بین ببرند. بومی های کانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر مسیر راه آهن را مسدود کردند. منظورتون از بومی ها همین مثل نیتیو اینجا میگن، سرخ پوستا و اینایی که اونجا زندگی میکردن، اسکیمو مسکیمو ها آلاس چی میگن اونا، یا بومی هایی که اونجا دنیا اومدن و شما را قبول ندارن. این را هم بعدا میشه در واردش صحبت کنیم. چه خوب میشد مثلا شایسته خانم 10 دقیقه در روز صحبت کنه، ما تو برنامه بذاریم نگاهش، خبرهای اونجا رو بگه، یکی دیگه از استرالیا خبرها رو بگه، یکی دیگه از ایران بگه، یکی دیگه از ترکیه بگه. ولی نیست اون همکاری. آقای علی همشهری عزیز من، اگر رادیو KIRN میتونه از ترکیه و اینور اونور اونور صحبت کنه، مدیریتش آمریکایی و نمیدونم یونانی کجان، ایرانی نیست. ایرانیه نتونسته، ایرانیه هنوز تا هنوز همشون باید رو اینترنت بخونن. یک کیش نداره که یه خبری رو از توی کشوری بتونه مثل آدم، مثل گل ریپورت کنه. دوستان عزیز، اگر برنامه مورد پسندتون واقع شد، به دیگران هم معرفی کنید. اگر واقع نشد، خب تقصیر خودتون و وقتتون رو اینجا تلف کردید، برنامه بهتری پیدا کنید، ولی لطف کنید به منم اطلاع بدید تا من هم با شما بیام اون برنامه رو ببینم. یک بار دیگه بریم این مسلمون ها رو در اروپا ببینیم که ازش جوک درست کردن، این نمازای جماعت رو ازش جوک درست کردن. از همه شما ممنونم. ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه معمولا آقای اجلالی اینجاست که امروز به خاطر اینکه یکی از اقوامشون فوت شده و در نشنال مموریال هستن، در اون قبرستان مسلمون ها هستن، ایشون نمیتونه باشه. من برنامه هفته قبلشون رو براتون میذارم، میتونید براشون پیام بذارید، میتونید ایمیل بفرستید، برای ما هم همین کار رو میتونید انجام بدید. این شماره تلفن و ایمیل. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.